به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان، روشن روانان هند که هر آن هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند، سایه کوه قاف بر او افتد در مقدار 1000 سال این زمان، که و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، و این 1000 سال در تقویم اهل حقیقت یک صبحدم است از مشرق لاهوت اعظم. در این مدت سیمرغی شود که سفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است، و این سیمرغ پرواز کند بی جنبش و بپرد بی پر و نزدیک شود بی قطع اماکن، و همه نقش ها از اوست و او خود رنگ ندارد، و در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی نیست، همه بدو مشغولند و او از همه فارغ، همه از او پر و او از همه تهی. همه علوم از سفیر این سیمرغ است و از او استخراج کردند، و سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنات او بیرون آوردند، و غذای او آتش است، و هر که پری از آن او بر پهلوی راست بندد و بر آتش گذرد از حرق ایمن باشد، و نسیم سبا از نفس اوست، از بحر آن عاشقان راز دل و اسرار زمایر با او گویند. عرض سلام مجدد و ظهر بخیر خدمت سروران گرامی و استادان ارجمند. پنل چهارم از وبینار شاهنامه و حکمت پهلوی را آغاز می‌کنیم. در این پنل هم در خدمت استادان بزرگوار دیگری هستیم که ما را از سخنان ارزشمند خود مستفیض می‌کنند. در وهله اول سخنان استاد مصطفی ملکیان را خواهیم شنید که با عنوان جاودان فلسفه در داستان سیاوش سخن خواهند گفت. پس از ایشان در خدمت جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی هستیم که در باب شاهنامه و تبلور خرد ایرانی سخن میگویند، و در پایان پنل سخنان جناب آقای دکتر بابک عالی خانی رو در باب شاهنامه و حکمت پهلوی خواهیم شنید. در پایان این بخش هم فرصتی برای پرسش و پاسخ خواهیم داشت و به پرسش هایی هم که در روز گذشته مطرح شد پاسخ داده خواهد شد. دوستان میتونن پرسش های خودشون رو در قسمت چت اسکای روم یادداشت کنن تا در اون فرصت از استادان پرسیده بشه. مجددا یادآوری میکنم که کتاب رموز اشراقی شاهنامه نوشته آقای دکتر بابک عالی خانی در این دو روز وبینار با تخفیف 25% در سایت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه قابل خریداری هست. در وهله اول از آقای استاد مصطفی ملکیان خواهش میکنیم تا در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر معلوم میشم که میکروفون و وبکم خودتون رو روشن بفرمایید. آقای استاد مصطفی ملکیان استاد فلسفه، نظریه پرداز، مترجم و ویراستار متون اخلاقی و دینی هستند. عمده تحقیقات ایشون در زمینه‌های فلسفه، روانشناسی، عرفان، دین، ادبیات و هنر از منظر عقلانیت و معنویت هست. از جمله آثار این استاد بزرگوار میتوان از مشتاقی و مهجوری، تقدیر ما تدبیر ما، راهی به رهایی، حدیث آرزومندی، در رهگذار باد و نگهبان لاله، زمین از دریچه آسمان، سنت و سکولاریسم نام برد. همچنین ترجمه های از ایشان در دست هست، از جمله پرسش های کشنده، روح اسپینوزا، تنوع دین در روزگار ما و کتاب گابریل مارسل. آقای دکتر روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم. عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانوم ها و آقایانی که تصویر بنده رو میشنوند. عرض سلام دارم به محضر خانومی که در خدمتشون هستم، و عرض سلام و ادب خاص دارم به محضر جناب آقای دکتر عالی خانی، دوست بسیار دانشمند و بسیار اخلاقی و با فضیلتی که من سالهاست که شاگردی ایشون رو غایبانه می کنم از طریق مطالعه آثار ایشون، اعم از تألیف و ترجمه، و به این شاگردی مفتخرم و خیلی الان خوشحالم که میتونم در محضر ایشون باشم. اثر اخیراً منتشر شده ایشون عرایضی خدمت دوستان عرض بکنم.
امیدوارم که وقتی که در اختیار من قرار داده شده تضییع وقت سروران نباشه و نکاتی که برای خود من نکاتی پرسیدنی، اینها رو من از محضر استاد دکتر بابک عالی خانی و از محضر سایر خانم ها و آقایانی که در این جلسه حضور مجازی دارند بتونم این سوالات رو از سروران بپرسم، استفسار کنم و جواب بشنوم. عرض کنم که قبل از هر چیز باید عرض بکنم که من در تمام سالهایی که افتخار داشتم که شاگردی غایبانه آقای دکتر بابک عالی خانی رو می‌کردم، بدون ذره‌ای مبالغه و سر سوزنی قلوب و اغراق شهادت باید بدم که این سالها چهره یک محقق واقعی، یک محقق دارای اخلاق تحقیق، محققی که کاملا به آداب تحقیق آشناست و محققی که آنچه میگوید کاملا سنجیده و بررسی شده و نه ارتجالا و بلبداهه گفته، بنابراین آنچه که در آثار ایشون میخونم شکی ندارم که از یک روحیه تحقیق بسیار والا و عمیق نتیجه گرفته شده و اگر مخالفت های من با حضرت ایشون دارم در باب آثار ایشون فقط واقعا مخالفت هایی است که به صداقت خودشون رو بر ذهن من عرضه می کنند و من از این فرصت باید استفاده کنم که با خود ایشون در میون بگذارم. بنابراین آنچه که در این کتاب، در این سخنرانی خواهم گفت اصلا به معنای این نیست که سر سوزنی من در شأن علم و قوت تفکر و عمق فهم و تجربه دانشگاهی و تحقیقاتی ایشون سر سوزنی شک نیست، فقط در واقع سوالاتی است که خود من دارم و پیش از هر چیز و بیش از هر چیز باید اعتراف کنم که بیشتر به خودم ظن بد میبرم تا به جناب آقای دکتر. عرض کنم که من ابتداعا همینطور که همه سروران میدونند باید تذکر بدم که دکتر عالی خانی تعلق فکری به سنتی دارن که ازش تعبیر میکنید به جاودان خرد یا جاودان فلسفه یا جاویدان فلسفه یا حکمت خالده و یا حتی چیزی که میشود ازش تعبیر کرد به دین خالد، دین جاودانه. تعلق خاطر به ایشون به این در همه آثار ایشون پیداست و تا اونجایی که میتونم گواهی بدم من هیچ اثری از آثار ایشون ندیدم که در محدوده این سنت فکری قابل تعریف و جایابی نباشه. خب من در باب خود این جاودان خرد، فلسفه جاویدان، در باب خود این چند تا نکته توضیح میدم و چند تا سوال هم میپرسم و بعد هم میپردازم به بعضی از مطالبی که در خصوص این کتاب، این کتاب خاص پرسیدنی. خب قائلان به حکمت خالده قائلن که یک فکرت، یک مکتب، یک سنت خاصی در طول تاریخ از زمان آدم و
با تعبیر جاودانه بودنش حتما تا صبح قیامت، این سنت فکری که دارای یک سلسله عناصر مشترک هست و این عناصر مشترک درستی که در فرهنگ های مختلف، در تمدن های مختلف، در برهه های تاریخی مختلف، در جامعه های مختلف به صورت های مختلفی جلوه کرده، ولی فقط جلواتشون با یکدیگر فرق میکنه، وگرنه حق واقعشون فراتر از این جلوه ها، فراتر از این نمودها، در حق واقع همه این آموزه ها سخن واحدی میگن، حاکی از امور واحدی هستند، حاکی از حقایق واحد و مشترکی هستند. و اینها مشترک بودنشون به جهت این نیست که شما یک سلسله افزوده هایی ببینید که این افزوده ها رو بعد از اینیان هم نسبت به قبل از اینیان پذیرفتن، نه، اینا چیزی افزوده نشده، در واقع یک سلسله آموزه های ثابتی بوده که این آموزه های ثابت دائما به الهان مختلف، به زبان های مختلف، به تعابیر مختلف بیان شده. طرز بیان، اسلوب بیان ممکنه متفاوت باشه، ولی آنچه که این بیان حامل اونه، اون محمول این بیان، چیز واحدیه، آموزه های واحدیه. برای این وحدت خب ما میبینیم که مثلا در ادیان مختلف جهانی خیلی آموزه های متفاوت وجود داره. برای اینکه حکمت خالدی بتونه از وحدت اینها حمایت بکنه و همچنان وحدت اینها رو برش تأکید بکنه، میاد دست به انتزاع فراوان، دست به تجرید فراوان، دست به کلیت دادن فراوان میزنه. من یک مثال اول از خارج از این بحث بزنم. ببینید، فرض کنید که در یک رستورانی من بگم که چون هر کدام از مشتریان این رستوران در حال خوردن غذای خاصی هستند و همشون غذای واحدی نمیخورند، بگم که اینها دارن عرض میکنم که کارهای مختلف میکنند، چون یکیشون داره غذای ایکس رو میخوره، یکیشون داره غذای ایگرگ رو میل میکنه، یکی غذای زد رو داره صرف میکنه، و بنابراین من مدعی بشم که اینا هر کدامشون دارن کار دیگری میکنند. اون وقت یک کسی به من بگه که تو چرا به غذاها نگاه میکنی؟ تو ببین که همه اینها در حال غذا خوردنند، دیگه نرو سراغ این که چه غذایی میخورن، تو بیا و یه کلیتی به کارشون ببخش، درجه تجریدی ببخش، درجه انتزاعی ببخش و بگو همه اینها در حال غذا خوردنن. بسیار خوب، من میگم که همه اینها به حال در حال غذا خوردنن، اما بعد اشاره میکنم میگم ولی اونایی که تو خیابون در حال رفت و آمدن، در عرض کنم که پیاده رو در خیابان روبرو دارن میرن، اینا دیگه در مشغول غذا خوردن نیستن، بنابراین اونا دارن کار دیگری میکنن. نت میکنی اونا دارن عرض میکنم که رفت و آمد میکنن و دیگه در حال غذا خوردن نیستن. انگار من میخوام با این سخن صف خورندگان غذا در رستوران رو جدا کنم از صف کسانی که در خیابان در حال رفت و آمدند. اون وقت یک کسی برای اینکه اینا رو باز یک پارچهشون بکنه و بگه بین این دوتا هم جدایی نیندازید، بیاد بگه که همه اینها در حال رفع حاجات زندگیشونند. راست میگه، همونه که با اتومبیل یا بدون اتومبیل دارن حرکت میکنن، اینا زندگیشون، توجه میکنید. بعد من بیام بگم که خب اینایی که در خیابان راه میرن و اینایی که در رستوران غذا میخورن در حال رفع حاجات زندگیشونن، ولی اونهایی که دارن در سینما فیلم تماشا میکنن اونا چی؟ یعنی باز بخوام اینا رو مذهب جداشون بکنم و بگم اینا دیگه با اینا فرق میکنن. اون وقت یه شخصی بیاد و هرچی من میخوام این کارا رو بکنم که صف اینا رو از هم جدا کنم، بیاد و جلو این
سخت جدا کردن ها رو بگیره و مثلا بعد بیاد اونقدر درجه انتزاع را، درجه تجرید را، درجه کلیگویی رو بالا ببره که اصلا بگه چرا اینقدر جد و جهد میکنی فلانی. اصلا تمام 7 میلیارد انسان روی زمین در حال کار کردنند. خب راست میگه، همشون در حال کار کردنند. اینجا انگار همه انسانهای روی زمین اینا در حال کار کردن من، بنابراین در یک زمره می گنجند، در یک گروه جا می گیرند، عضو یک گروه هن. چون به هر حال همه در حال کار کردن هن. نت می کنیم؟ بگیم اینا بیداران هن در حال کار کردن، اونایی که خوابند. نمجه می کنیم؟ اونا در چه حالی هن؟ برای اینکه اونا هم مشمول این بکنه، بگی اینا همه در حال از سر گذراندن هن. راست میگه، اونایی که بیدارند کار میکنن، اونایی که خوابند کار نمیکنن ولی در حال از سر گذراندنن. بنابراین هر دو دسته در حال از سر گذراندن اوضاع و احوالی هستند. ببینید اگر دقت بکنید در اینجا من برای اینکه میخواستم یک نوع وحدتی ببخشم، اومدم هی درجه انتظار رو بردم بالا، درجه تجرید رو بردم بالا، درجه کلیگویی رو بردم بالا، برای اینکه شق عصای مردم نشه، همه مردم رو در واقع دل مشغول یک چیز بدونم. توجه میکنید؟ حالا بیام برگردم تو مثال، تو ممثلم. ببینید مثلا در ادیان ابراهیمی بعضی به معاد جسمانی قائلن فقط، چون اصلا برای انسان جز جسم چیزی قائل نیستن و میگن معاد هست اما معاد جسمانی. بعضی فقط به معاد روحانی قائل خواهد شد، معاد خواهد شد به معاد جسمانی و هم به معاد. مثلا 3 دسته فیلسوف داریم در میان ادیان ابراهیمی، 3 دسته حکیم در میان ادیان ابراهیمی داریم، کسانی که معاد جسمانی قائلن، کسانی که معاد جسمانی و روحانی. رو به عمق بپرداز و ببینه دارن یک چیز میگن، میگه همه اینها دارن میگن معاد. چرا تو رو اومدی روی این تفاوت ظاهریشون انگوش میگذاری که یکیشون به معاد جسمانی قائله، یکی به معاد روحانی و یکی به معاد جسمانی و روحانی معن با هم قائله؟ اینا هر 3 تا قائل به معادن. خب انگار اینا همه شدن یک گروه. توجه میکنید کم کم دارن به حکمت خالده میپیوندن. خب بعد میگم ولی اینا که در ادیان شرقی هستن، اینا که به معاد قائل نیستن، اینا به تناسخ قائلن. نگاه میکنید در آیین هندو ما اندیشه تناسخ داریم، در آیین بودا ما اندیشه تناسخ داریم، اینا که به معاد قائل نیستن. به من میگه که باز ببین تو به ظواهر نگاه کردی، اون که میگفت معاد که همشون رو من با اون تلاشم کردم یک گروه، با اینایی که الان میگن تناسخ باز اینا هم یک گروه هست، چون همشون به زندگی پس از مرگ قائل راست میگه. معاد هم زندگی پس از مرگ، بازگشت جاودانه گفت و اون زندگی پس از مرگ بعضیش گریه، بعضیش با بازگشت به همین جهانه. میگن اینا دیگه جزئیاته، اینا ظواهره، باطن همه اینا میخوان بگن زندگی پس از مرگی هست. توجه میکنید؟ ببینید چه تکثر عظیمی رو ما با این کلیت بخشی اومدیم بهش وحدت دادیم. همین داستان در باب خدا، بعضی ادیان به خدای متشخص انسانوار قائلن، بعضی از ادیان به خدای متشخص ولی نا انسانوار قائلن. فقط هم ادیان نه، فلاسفه هم همینجورن، عرفا هم همینجورن. بعضیشون به خدای نامتشخص قائلن. میگیم آخه اینا رو چجور میگید اینا همشون وابستگی دارن به حکمت خالده یا به دین خالد؟ اون وقت میگن خب تو چرا به اینا نگاه خدا قائلن؟
خیلی شرمنده ام. لحظه قطع شد. بعد به من میگن که تو چرا به متشخص بودن و غیر متشخص بودن و عرض کنم که انسانوار بودن و غیر انسانوار بودنشون نگاه میکنی، تو در حد ظواهر مونده ای، برو باطنی تر فکر بکن، برو به عمق نگاه کن، به پشت صحنه نگاه کن، از صورت برو به طرف عرض میکنم معنا، از ظاهر برو به طرف باطن، از ملک برو به طرف ملکوت، توجه میکنی؟ از این گونه تعابیر. عرض کنم که میگم که خب پس میگید همه به خدا قائلن؟ میگم بله. میگن بله. میگم ولی بعضی از اینا خدا رو جوهر میدونن، از لحاظ مابعد طبیعی، از لحاظ وجود شناسی جوهر میدونن، بعضی جوهر نمیدونن، فوق جوهر میدونن، بعضی اصلا از مقوله پروسس میدونن، از مقوله فرایند میدونن، بعضی میگن یه نیروه. خیلی فرق میکنه جوهر با نیرو، خیلی فرق میکنه جوهر و نیرو با فرایند، خیلی فرق میکنه اینا با چیزی که اصلا فرامقوله است و اصلا نه جوهر میشه بهش گفت، نه عرض میشه بهش گفت، نه نسبت میشه بهش گفت، نه خواسته میشه بهش گفت، هیچی نمیشه بهش گفت. باز برای این که بگن اینا یه چیز میگن، میگن ببینید چه جوهر بگن، چه عرض کنم که فرایند بگن، چه نیرو بگن، هر چی بگن بالاخره موجوده دیگه، فرایند موجوده، جوهر موجوده، اون چیزی هم که فرامقوله است موجوده، پس همه اینها به یه موجودی ورای عالم طبیعت قائلن. توجه میکنید؟ ببینید باز اینا همه کسانی که هر گونه تصوری از خدا دارند و هر نوع که وجود خدا رو تصدیق میکنن همشون شدن در یک گروه. خب با این روش بله شما میتونید حکمت خالده داشته باشید، درسته، اما واقعا یک چیز میگن، آیا واقعا کسی که به خدای بودا قائله این همون چیزی رو میگه که کسی که به خدای اشعریان قائله؟ اینا واقعا یک چیز میگن، غیر از لفظ خ و دال و الف چیز دیگری هم واقعا مشترک بین اینا هست؟ من اولین سوالی که همیشه وقتی با قائلان به حکمت خالده مواجه میشم به ذهنم میاد اینه که این نحوه یک نوع ترفند فکری نیست، یک نوع گیج کردن ما نیست، یک نوع تکثرها را به قیمت انتزاع هرچه بیشتر، تجرید هرچه بیشتر، کلیت بخشی هرچه بیشتر، تکثرها را به فراموشی سپردن نیست. یعنی در واقع میخوام بگم حکمت خالده اگر به یک خلودی در حکمت قائله، در واقع مثل کسیست که میگه همه 6 میلیارد 7 میلیارد 8 میلیارد انسان روی زمین همه در حال اثر گذراندنن، حالا یکی داره از سر میگذراند دوران بیداری رو، یکی داره از سر میگذراند دوران خواب رو. این چه وحدتی شد که شما به این صورت میخواید وحدت ببخشید و بگید آقا اقلیدس، عرض میکنم که عذر میخوام، فیثاغورس همون چیزی رو میگفت که افلاطون میگفت، افلاطون همون چیزی رو میگفت که مثلا رواقیان میگفتن، و رواقیان همون چیزی رو میگفت که آگوستین قدیس میگفت، یا فیلون اسکندرانی، یا فورفوریوس، یا عرض کنم که توماس آکوینی، تا بیان به مایستر اکهارت برسیم، تا برسیم به مولانا. این همه تکثر، این همه اختلاف در جزئیات، این همه اختلاف در فروع، همه میشه اختلاف در جزئیات، اختلاف در فروع، و حتی بالاتر از این اختلاف در ظواهر. باطن یکیه، ظواهری با هم تفاوت دارن. انات میکنیم من غیر قابل فهم و غیر قابل هضمه. اگر بخوام خیلی متواضعانه حرف بزنم، نمیگم آنچه گفته شده در حکمت در حکمت خالده نادرسته، نمیگم خطاست، نمیگم کذبه، ولی میگم برای شاکله ذهنی من اوائل قرن 21 قابل فهم و هضم نیست، و لزومی نداره که هر چیزی برای من قابل فهم و هضم نباشه باطل باشه ها، نه، ممکنه حقم باشه،
حالا میخوام ادعای بطلان نکنم، ادعای عدم حقانیت نکنم، بگم اینجوره به نظر میاد، به نظر میاد برای ذهنیت من که یه آدمی هم در اوائل قرن 21 دارم زندگی میکنم، این یک نوع انگار ترفنده، یک نوع خیلی عوض میخوام جسارت ها میده، این خوده است، یک نوع نیرنگه که ما بیایم و همه چیز رو به نام ظواهر بزنیم کنار و بگیم پشت همه این چیزها یه چیز واحدی هست. اون وقت حالا چه در باب این چیز واحد آموزه‌ای باشه در باب هستی شناسی، چه آموزه‌ای باشه در باب خداشناسی، چه آموزه‌ای باشه در باب جهان شناسی، چه آموزه‌ای باشه در باب انسان شناسی، چه آموزه‌ای باشه در باب معرفت شناسی، چه آموزه‌ای باشه در باب ارزش شناسی، چه آموزه‌ای باشه در باب وظیفه شناسی، هر نوع از این انواع هفتگانه آموزه‌ها باشه، اینا همش بشن یک کاسه و بشن قائلان به یک چیز و بعد هر چیزی غیر از این چیز ظاهر به حساب بیاد نه باطن، صورت به حساب بیاد نه معنا، ملک سخن به حساب بیاد نه ملکوت سخن و باطن سخن. خب این در واقع کاری است که علم قاعده، یعنی بنا به ادعای من دارن طرفداران حکمت متعالی میکنن. خب وقتی که این کارو میکنن یه سلسله چیزا بر دوششون میاد که من این را میخوام یک یک عرض بکنم. یکی این که دیگه در وساقت تاریخی اخبار و معاصر و مأثورات و احادیث و کتب مقدسه در وساقت تاریخیش مطلقا وسواس نمیبرد. من واقعا ندیدم در آثار همه اینا که طرفدار حکمت متعالی هن که کسی بگه آقا این حدیث اصلا حدیثه. همین که اون اندیشه رو تأیید میکنه، همین که به درد اون اندیشه و فکرت اصلی میخوره، یعنی آیدیا فکرت حکمت متعالی، حکمت جاودانه، حکمت خالده، این دیگه بهش اعتنا میشه. من واقعا یک نوع تحقیق تاریخی و متدیک در باب این که این همه چیزی که در متون مقدس ادیان و مذاهب مختلف هست، در تفاسیر این متون مقدس هست، در آثار عرفا هست، در آثار اهل نقل هست، در آثار تاریخی هست، ببینید چه مجموعه عظیمیه از زمان آدم گرفته، آدم چه بود، هابیل چه بود، قابیل چه بود، شیث چه بود، نوح چه بود، سام چه بود، بیاد تا زمان ما، اونم نه فقط در میان پیام به اصطلاح پیامبران، در میان عارفان، در میان حکیمان و فرزانگان، در میان فیلسوفان و همینطور بیاد تا زمان ما. اینکه اینا به صرف اینکه تأیید میکنن حکمت متعالیه باید مقبول واقع بشن، هیچ وقت در وساقت تاریخیشون ما نباید تحقیق کنیم. اینه که شما میبینید این تحقیقات هیچ وقت صورت نمیگه. این امام حسن مجتبی گفتن، اصلا لحن عبارت معلومه این نمیتونه مال قرن اول هجری باشه، این سخن، این تعابیر اصلا نیست تو قرن اول هجری، ولی دیگه به اینا کاری نداریم چون همه اینها داره اون اندیشه رو تقویت میکنه، تحکیم میکنه. بنابراین یک نقطه ضعف برای حفظ اون مدعا به گمان من اینه که ما دیگه بیدقتی میکنیم در وساقت تاریخی، کندوکاو نمیکنیم در اخبار، احادیث، معاصر، مأثورات، منقولات، هرچی که هست در هر زمینه‌ای، چون میبینیم همه اینا دارن انگار کمک میکنن و تأیید میکنن اون فکرت اصلی را. این یکی این که با این که از هر من الشمس که آنچه در این حکمت متعالی گفته میشه یه مقدار فراوانش بر علم قدیم و علم دوران باستان تکیه داره و اون علم قدیم و علم دوران باستان لااقل امروزه دیگه مورد قبول ما نیست، ولی نمیپذیرن که اون مبنا مورد قبول نیست، بنا هم از مورد قبول بودن ما بیفته. مثلا ببینید آنچه که در این حکمت متعالی گفته میشه بر عرض میکنم طب جالینوسی و بقراطی مبتنیه، طبائع و امزجه و عرض میکنم که خاک و باد و آتش و عرض کنم که آب و
بعد رطوبت و یبوست و حرارت و برودت و عناصر چهارگانه یا به تعبیر عناصر پنجگانه. خب خیلی از این مطالب مبتنی بر این هاست، یعنی چون در اون زمان علم پزشکیشون اقتضایی همچین در واقع معتقداتی رو میکرده، خب اینو تلقیه به قبول کردن و حق هم داشتن تلقیه به قبول کنن دیگه. اون زمان نهایت پیشرفت بشر همون بوده که توایعی وجود داره و امزجهی وجود داره و اینا. بعد بر اساس اینها اومدن یک سلسله چیزهای راجع به جهان هستی هم گفتن، همینطور که در ما انسانها چهار تا طبع هست در جهان هستی هم باید دنبالش بگردیم و به همین ترتیب. حالا ما بهشون میگیم که آقا شما قبول دارید که اگر قدمای ما به هیئت کوپر به عرض میکنم طب بقراطی یا طب جالینوسی اتکا نمیکردن و طبشون مثلا طب جدید بود، قبول دارید که دیگه این حرفا رو نمیزدن؟ اگر هیئتشون هیئت بطلمیوسی نبود و افلاک قائل نبودن، ثوابت قائل نبودن، لایه بر لایه ها رو قائل نبودن و زمین رو مرکز نمیدونستن و ثابتش نمیدونستن و خورشید رو متحرک نمیدونستن و در فلک چهارم نمیدونستن و ماه رو در فلک اول، قبول دارید که بقیه سخنانی هم که بر این مبتنی میکنن یه صورت و سیرت دیگری پیدا میکرد؟ ولی امروزه اگر به یک طرفدار حکمت متعالیه بگیم که آقا شما هیئت بطلمیوسی رو که قبول ندارید، علی قاعده که هیئت کوپرنیک و تیکو براهه و کپلر و گالیله و نیوتن رو قبول دارید، علی خصوص هیئت این پنج تا رو قبول دارید، میگن ممکنه، بله ممکنه ما در باب هیئت قائل باشیم به اون چیزی که کوپرنیک میگفت، کپلر میگفت، تیکو براهه میگفت، عرض میکنم نیوتن میگفت، گالیله میگفت، قائلیم، بله اون چیزایی که اون وقت گفته ایم و دیگه پس نمیگیم. حنات میکنیم؟ یعنی مبنا را میتونیم عوض کنیم اما بنا را عوض نمی کنیم. میگیم چجوری؟ میگن آقا شما فقط به علم فیزیکی اون زمان توجه میکنیم، اون معانی رمزیش که سر جاش باقی مونده. خب من این برام قابل فهم نیست، قابل هضم نیست که آقا اون معانی رمزی، اون تعبیلاتی که بر اساس اون طب عرض میکنم قدیم میکردی و بر اساس هیئت قدیم و بر اساس جغرافیای قدیم، آقا جغرافیای قدیم ما اقالیم داشتیم، اقالیم سبعه داشتیم، خشکی ها داشتیم، دریاها داشتیم، هفت قلزم داشتیم، فلان فلان فلان. الان که ما اون جغرافیا رو نداریم، ما الان تصویرمون از کره زمین اون نیست، ولی تمام آنچه که در باب تعبیلات گفته میشه پس گرفته نمیشه. جابلقا هنوز جابلقاست، جابلسا هنوز جابلساست و و و، یعنی جغرافیای اون زمان که مبنای این تعبیلات و رمز نهادن ها و رمز گشایی ها بوده، اون مبنا از دست رفته است ولی بناها همچنان باقی مونده. اینم باز یک نکته که من فکر میکنم اینم برای من پذیرفته نیست. بعد یک سلسله باز بر این اساس، برای اینکه اون فکرت باقی بمونه، یه ادعاهایی که آدم نمیدونه از چه منبعی ادعاها به دست اومده. ما امروزه میدونیم منابع شناخت چی هست، میدونیم کانالها و مجراها و نقبهایی که ما از طریق اون کانالها و مجراها و نقبها عالم واقع رو میشناسیم چی هست. به ما میگن منابع شناخت، یکیش ادراک حسیه، یکیش درون نگریه، یکیش حافظه است، یکیش گواهیه، یکیش شهوده، یعنی شهود دکارتی منظورم، شهود عقلی، یکیش عقل، اونم عقل یا استدلالش قیاسیه یا استدلالش استقرائیه یا استدلالش استنتاج بهترین تبیینه، اینا رو میدونیم. یک کمی بخوایم موسع‌تر و سهلگیرانه‌تر حرف بزنیم، فرض میکنیم که وحی هم یکی از منابع شناخت باشه، بسیار فرض میکنیم که کشف و شهود عارفان هم از منابع شناخت باشه، بسیار. اما این همه ادعاها که اینجاها هست، توجه میکنید اینا از کدومی که از این منابع به دست اومده؟ یعنی یه جور حرف میزنن که خدا عقل رو اول آفرید، رنگش فلان بود، رنگش بهمان بود، گفت بیا جلو، اومد جلو، گفت برو عقب، رفت عقب. اینا رو از کجا ما فهمیده ایم؟ با چه منبع شناختی ما اینا رو فهمیدیم که همچی چیزایی تو هستی رخ داده؟
نمیخوام بگم تو هستی منظورم تو عالم طبیعت نیست، نه، اصلا عالم رو هم موسع‌تر از عالم طبیعت میگم، عالم ماورای طبیعت بلکه عوالم ماورای طبیعت قائلم. میگم تو از کجا با خبر شده ای؟ یعنی به مقام ثبوت کار ندارم، به مقام اثبات کار دارم. اصلا من جهان رو منحصر در عالم طبیعت نمیدونم، من به ماورای طبیعتم قائلم، چه بسا عوالم ماورای طبیعت وجود داشته باشه. من اصلا به مقام ثبوت کار ندارم. میگم تو از کجا اینا رو باخبر شدی؟ تو از کجا باخبر شدی؟ آخه ما که منابع شناختی که ما در اختیار داریم ایناست، هیچ کدوم از این منابع شناخت اقتضای همچی ادعاهایی ندارن. به زبان ساده‌تر بر شما بگم، این حرفایی که زده میشه به نظر من یک رمان کازمیک میاد، یک رمان کیهانی، یک رمانی. ولی گستره جغرافیایی و تاریخی این رمان همه امکنه و همه ازمنه است. یه رمانی در باب بد و ختم آدم خلقت، طبیعت و ماوراء طبیعت و گذشته و حال و آینده و عالم صغیر و عالم کبیر و ذات و عوارض و عرض کنم جوهر و اعراض و قوه و فعل و حرکت و سکون و ثبات و تغییر و انواع جعل ها و جعل مرکب و جعل بسیط و فاعلیت و قابلیت و یه رمانی که رمانه. ممکنه کانسیستنسی رمان هم داشته باشه، من معترض نیستم کانسیستنسی رمان موفق رو داره، اما حالا فرضم میکنم کانسیستنسی داره، ولی رمان بخیر رمانه، مطابق با واقع بودنش از کجا میگی؟ از صرف کانسیستنسی که نمیشه مطابقت با واقع ادعا رو نتیجه گرفت. کانسیستنسی سخنان من شرط لازم صحت سخنان منه، شرط کافی سخن صحت سخنان من نیست. من فرض میکنم که کل آنچه صاحبان حکمت خالدی گفتن کانسیستنسی داشته باشه، با هم سازگار باشه، نه تضادی بینش باشه، نه تناقضی، نه تعارضی، هیچ کدوم از این نباشه. مطابقتش رو با عالم واقع از کجا احراز کردیم؟ کدوم یکی از این منابع شناخت ما به ما اجازه میده که این ادعاها رو بکنیم که روز اول خدا فلان بود، روز اول بهمان شد، اسرائیل به میکائیل خطاب این کرد، میکائیل رفت یه بخشی از خاک رو برداشت آورد، اینا رو از کجا ما میگیم؟ من کاری به صحت و سقمش در مقام ثبوت ندارم، و کاری به این دارم که شما از کجا با خبر شده ای؟ شما چی در اختیارتونه که ما در اختیارمون نیست؟ ما همچی چیزایی هیچ وقت از راه این منابع شناخت، حتی اگر توسعاً وحی رو هم منبع شناخت بدونیم، حتی اگر تجارب عرفانی هم منبع شناخت بدونیم، کدوم تجربه عرفانی همچی چیزایی رو درش یافت شده؟ در کدوم وحی همچی چیزایی یافت شده؟ اینه که من این نکته هم برام هست که یه ادعاهایی که نمیگم اثبات نشده است، میگم اصلا کیفیت اثباتش چگونه است؟ آخه هر ادعایی بخواد اثبات بشه باید بالمعال بعد از یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، ان واسطه به یکی از منابع شناخت خودش رو بند کنه. باید بند ناف هر ادعای معرفتی بالمعال متصل بشه به یکی از منابع شناخت. این سخنانی که ما در این آثار میبینیم، چه اونایی که قدما مینوشتن و چه سنتگرایان قرن بیستم مینویسن، من اینا رو من میگم از کجا فهمیدن؟ از کجا پی بردن؟ از کجا پی بردن که شمارش برکت زداست؟ نباید چیزها رو شمرد وگرنه برکتشون از دست میده. اینو کدام قوه عقلانی، کدام قوه ادراکی به من اینو میگه؟ این ادعا که میاد، به زبان دیگری میخوام بگم و اینو به این تعبیر شاید بهتر بتونم بگم، ای کاش اون مداقه هایی که طرفداران حکمت خالده برای نقد فلسفه جدید غرب میکنند و برای نقد هنر جدید غرب میکنند و برای نقد علم جدید غرب میکنند، این موشکافی ها، این مور از ماس کشیدن ها، مته به خشخاش گذاشتن ها، کاش یک هزارمشو در نقد سخنان خودشون میکردن. چقدر یک بامود و حواس به نظر من. شما نوشته های من اسم میخوام ببرم، نوشته های آقایون رو ببینید، وقتی میخوان یه چیزی رو که در عرض کنم که فیزیک جدید گفته شده یا در روانشناسی جدید گفته شده، مثلا یونگ گفته فرض کنید یا فروید گفته،
در روانشناسی جدید گفته شده. یه چیزی رو که در فلسفه جدید کانت گفته مثلا. اندازه می‌کنید هیوم گفته. وقتی میخوان فلسفه متجدد غرب رو، هنر متجدد غرب رو، چه هنر غیر مکتوبش چه هنر مکتوبش، یعنی ادبیات غرب رو، فنون غرب رو، تکنولوژی غرب رو وقتی میخوان نقد بکنن، تحقیقات تاریخی غرب رو وقتی میخوان نقد بکنن، ببینید چه دقت‌هایی به کار می‌برن و انصافا خیلی از دقت‌هاشون آموزنده است. من میگم خب یک بام و دو هوا نیست، شما یک میلیونیوم این موشکافی ها رو به کار ببرید راجع به حرفایی که فرض کنید که از حکیم ترمذی نقل میشه، از شیخ اشراق نقل میشه، یا از جنون نقل میشه. من میگم اون چرا اینقدر ما در اینجا با وسواس کار میکنیم، با دقت کار میکنیم و چقدر خوبه ها، من وسواس و دقت رو در هر جا اعمال بشه مستحسن میدونم، اما میگم خب آخه با اوچه تجور و با ایلا تجور، با اتو جر میده با من جر نمیده. خب اگه با جر میده همه جا جر میده، و اگه با حرف جاره نیست هیچ جا حرف جاره نیست. این یک بام و دو هوایی به نظر من پذیرفتنی نیست، و یکی از مظاهرش همینه که از کجا آوردیم. من وقتی این کتاب رو میخونم میگم نویسنده عزیز، و بعضیشون هم بسیار من براشون احترام قائلم، خیلی براشون ارزش قائلم، توجه میکنید؟ مثلا در میان سنت گرایان قرن بیستم من برای شخص گنون خیلی هم ارزش قائلم، اما میگم چرا این قاعده از کجا آورده این نباید رو سخنان شما اعمال بشه. من کتاب های شما رو کنم پر از ادعاهاییست در باب همه چیز، یکی نمیپرسه این از کجا آورده ای، ولی خدا نکنه که یک فیلسوف غربی یه تفکیک انجام بده، میگن این تفکیکی که در ظاهرش تفکیک عقلیه ولی نفسانیت لباس عقل پوشیده است، این غرب همه نفسانیتاش لباس عقلانیت پوشونده و به خود ما میده اینا که عقل نیست. خب اون موشکافی ها خوبه در اینجا هم اعمال بشه. یک مطلب دیگری هم که وجود داره در این نوشته ها تطور معنایی الفاظه که بهش توجه نمیشه. انات میکنید ببینید مثلا در قرآن راجع به حضرت ابراهیم وقتی که اون داستان پیش اومده گفتن فتن، یه جوانی است. خب مسلما جوان بوده، مرد میانسال که نبوده. گفتن این فتن یه جوانی است که درباره آلهه شما سخنان مثلا نامحترمانه میگه. خب فتا در زبان عربی یعنی جوان. این که بعدها در طول تاریخ فرهنگ اسلامی فتا یک معنای جدیدم پیدا کرده و عرض کنم که ازش مشتق شده فتوت و ما اهل فتوت داریم، این ربطی به لغت فتای قرآن نداره. عنایت میکنید؟ عقل تو قرآن عقل به کار رفته، بله شکی نداره عقل قرآن به کار رفته، اما آیا عقلی که در قرآن به کار رفته واقعا همون عقلی است که مولانا گفته؟ همونه؟ به تعبیر دیگری شما برای اینکه بتونید همه اینها رو در یک سلک منسلک بکنید چاره ای جز این ندارید که بیایید شباهت لفظی ها را دال بر عرض کنم که شباهت معنایی بگیرید. اینقدر تطورات معنایی هر لفظی پیدا میکنه، حتی در خود قرآن در طول این 23 سال بعضی از الفاظ تطور معنایی پیدا کردن، یعنی لفظ ثابت مونده ولی تطور معنایی پیدا کرده. ایمان تطور معنایی پیدا کرده در قرآن، کتاب در قرآن تطور معنایی پیدا کرده در طول این 23 سال، حتی در یک فاصله 23 سال تطور معنایی رخ میده. اون وقت حالا هر کسی در هر جایی حرف از عقل زد، حرف از روح زد، حرف از روح القدس زد، حرف از جبرئیل زد، اصلا توجه نکنی به این که اینا هر کدامشون در یک بافتی معنایی داشتن و این تو این بافت این معنا به خاطر ارتباطات معنایی این لفظ با بسیار از الفاظ اطرافش، ما همه اینا رو بگیم که یک کاسه کنیم، بگیم اون چیزی که فلوتین گفت، اون چیزی که عرض کنم که افلاطون گفت، و اون چیزی که شیخ اشراق گفته، و اون چیزی که فارابی گفته، توجه میکنید؟ لغت فضیلت، لغت فضل، لغت علم، لغت حکمت،
الا ما شاء الله. من نمیخوام وقت سرورانو رو بگیرم، سرورانو بهتر از خود منم میدن. اینا همش تطور معنایی پیدا کرده، ولی ما تو این متون اینو نمیبینیم. خب حالا من خدمت رو عرض کنم که هم از سرورم، از جناب آقای دکتر عالی خانی، واقعا متواضعانه و به عنوان یک شاگرد ازشون خواهش میکنم که اگر فرصتی و فراغ بالی پیش آمد یک توضیحاتی در باب این مطالب گفته بشه. این کلیگویی ها، یادم میاد من سالها پیش در یک کنفرانسی در باب شوان که خیلی هم از شرکت در اون کنفرانس پشیمانم، من یه بحثی یک جمله شوان رو گفتم. من میخوام یه جمله شوان رو باش عرض کنم که درش همون دقت هایی که باید بکنیم بکنیم. شوان گفته که آقا اصلا در تفکر غرب گناه و تأثیر گناه بر معرفت اصلا مورد توجه نیست. من در اون کنفرانس 48 متفکر متجدد غرب رو اسم بردم که اینا در باب تأثیر گناه بر معرفت حرف زدن. حنت میکنیم؟ میخواستم اینو بگم. میخواستم بگم این ادعاهایی که شما اینقدر با اعتماد به نفس خیلی بالا میکنید، من نمیگم تفرعون، نمیگم تبختر، نمیگم نخوت، یعنی بازم کوتاه میام، میگم خیلی اعتماد به نفس بالا دارید در رد آن چیزی که تجدد غربه، و بعد یک صدم این موشکافی ها رو نمی کنید. ادعاهایی همینطور بزرگ بزرگ که غرب اینجور است، غرب آنجور است، و یک ادعاش همین ادعایی که خدمت عرض کردم. حالا من میخواستم این عرض بکنم که این چیزها رو اگر آقای دکتر بتونن برای من توضیح بدن، حالا کار ندارم که مطالب دیگری میخواستم بگم که الان به من یاد داشتن که وقتم رو به اتمامه، اینو عرض میکنم. در باب این کتاب هم من چند تا نکته خدمت سروران میخواستم عرض بکنم، منتها دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. یک سلسله خیلی از نکات خیلی جزئی شروع بکنم. یک سلسله با اینکه این کتاب خیلی به لحاظ پیراستگی و بیغلط بودن تایپی و مطبعیش واقعا ممتازه، ولی یک سلسله خطاهای تایپی در این کتاب راه پیدا کرده که من یادداشت کردم، ولی حالا وقت شما رو نمیگیرم، یه وقتی میدم خدمت خود آقای دکتر. یک چیزی که در این کتاب اسباب در واقع زحمت خواننده است اینه که یا باید فهرست منابع و مآخذ بر حسب نام نویسنده باشه و تو پانوشت‌ها هم بر حسب نام نویسنده ارجاع بدی، یا باید فهرست منابع و مآخذ بر حسب عنوان کتاب باشه، تو پانوشت‌ها هم بر اساس عنوان کتاب ارجاع بدی. الان فهرست منابع و مآخذ بر اساس نام نویسنده است، ولی پانوشت‌ها بر اساس نام کتابه. و خودم نام کتاب می‌بینه، ولی نمیتونه تو فهرست منابع و مآخذ پیدا کنه مگر اینکه سر تا سر فهرست منابع و مآخذ رو ببینه. اما یک سلسله بی‌دقتی‌هایی شده در بیان مطالب که مثلا من حالا یک نمونه شو متاسفانه مثل که وقتم تمامه، اگر بخوام به صورت کلی بگم، من یک سلسله بی‌دقتی خیلی کم البته در سرتاسر این کتاب یادداشت کردم، یک سلسله به تعبیر خودم از شکل انداختن، دفرمه کردن مطلب برای اینکه بگنجه تو اون ظرفیت و حوصله مدعای ما بگنجه، یک سلسله مطالبی که دفرمه شده، یعنی از فرم افتاده، ولی با این فرم جدیدی که پیدا کرده الان میتونه بگنجه تو مدعای ما. یک سلسله مطالب از این مقوله هم وجود داره. یک سلسله توضیحاتی وجود داره برای مطلب که توضیحات به نظر میاد درست نیست. البته اینکه هی میگم یک سلسله، ذهنتون نره روی 50 مورد 60 مورد، از هر کدامش من تقریبا 10-12 مورد یادداشت بیشتر ندارم. یک سلسله توضیحات، یک سلسله مطالب هم هست استحسانات، تذوق در واقع. بعدش شدم نمیاد که این جمله رو به این معنا بگیره، ولی اینکه من بدم نمیاد و خوشایندم و استحسانم اجازه میده که این کارو بکنم، معناش این نیست که از این حرف باید میشه دفاع کرد. میشه گفت بله اینجوری هم میشه تفسیر کرد این سخن رو. یک دو سه موردم تناقض‌گویی وجود داره تو این کتاب، یعنی بین صد و زید یک سخن
به نظر میاد سازگاری وجود نداره، ناسازگاری وجود داره. گاهی جاها هم یک سلسله ادعاهایی شده که آدم بین مقدم قضیه شرطیه و تالیش ملازمه ای نمیبینه. توجه میکنی؟ ملازمه ای نمیبینی. مثال میزنم کسانی که سخن از سر عقل نمیگویند به سخنان خودشان فریفته میشوند. چه ملازمه بین دو تا هست؟ چه ملازمه بین این هست که کسی که سخن عقلانی نمیگه حتما قره هم بشه به سخن خودش، عجبم از سخن خودش پیدا کنه. هم میشه آدم سخن عقلانی بگه و قره بشه به سخن خودش و معجبه به نفس بشه و عجب پیدا کنه از سخن خودش، هم میتونه سخن غیر عقلانی بگه و عرض کنم که عجب پیدا کنه. میشه سخن غیر عقلانی بگه عجب پیدا نکنه، میشه سخن عقلانی بگه عجب پیدا نکنه. یک سلسله قضایای شرطیه، بعضیش از قول خود فردوسیه و بعضیش از قول فردوسی نیست، از قول عرض کنم که نویسنده محترمه. من اینا ملازمه هاشو نمیفهمم که چه ملازمه بین مقدم عرض کنم که ببینید، کسی را که اندیشه ناخش بود بدان ناخشی رای او کش بود. یک ادعای ماله. چه ملازمه بین این مقدم و تالی هست؟ چه ملازمه این هست که اگر کسی اندیشش ناخش بود، حالا کار ندارم که آیا اندیشه رو به ناخش هم میشه متصف کرد یا نه، ناخوش بودن یه اندیشه یعنی چی، ولی کار به اون ندارم. وقتی کسی اندیشش ناخشه، اون وقت حتما عجب به از اندیشه خودش و از گفتار خودش دستخوش عجب میشه. چه ملازمه بین این هست؟ سخن چون برابر شود با خرد، روان سراینده رامش برد. چه ملازمه بین این هست که اگر سخن برابر با خرد شد حتما روان سراینده رامش ببرد؟ چه ملازمه بین این هست؟ در بیانات خود آقای دکتر هم گاهی جاها یک ملازمه هایی برقرار شده که اگر این رو بگیم این لازم میاد. مثلا یه جا گفتن که اگر عرض کنم که تعلیم ندیده بود چگونه به شهود باطن میرسید سیاوش. خب این انگار میخوان بگن که هر گونه شهود باطنی این متوقف بر تعلیمه و تعلمه. خب با این که همچین ملازمه و قرار نیست. شما در قرآن میبینید که عیسی میگه که در گهواره عیسی میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کنت. این داره میگه هیچ ملازمه و قرار نیست. یعنی این که من شهود قلبی داشته باشم این لازم نیست. حتما مقدم بر اون و مسبوق بر اون تعلیم و تعلمی وجود داشته باشه. در دو جا در این کتاب گفته شده که حتما ایشون استاد معنوی داشته. میگیم چرا سیاوش استاد معنوی داشته؟ میگن اگه سیاوش استاد معنوی نداشت که پیدا نمیکرد این کشف و شهود باطنی و کشف و شهود قلبی رو. این شهودات قلبی، این دل روشن حاصل تعلیم و تعلمه. خب این همچین ملازمه برقرار نیست. من فکر میکنم هم علومی که هم مقدماتی که شهود باطن برای ما میارن لزوما از مقوله تعلیم و تعلم نیستن و هر چیزی هم که از مقوله تعلیم و تعلم باشه لزوما شهود باطن برای ما نمیاره. این موارد رو من راستش یادداشت کرده بودم ولی چون نمیخوام وقت سرور بعدی رو آقای دکتر عبدالکریمی رو بگیرم، اینا رو انشالله دوست دارم که بفرستم و برسم به محضر حضرت استاد و خدمتشون بگم. اینا رو فقط از باب اولا یک نوع عرض کنم که یک نوع انگیزه حقیقت طلبی بدونید و من خودم زمانی خیلی به سنت، به اسلام سنت گرایانه خیلی تعلق خاطر داشتم ولی کم کم این چیزها برام موجب یه تنبهی شد. یکی از باب حقیقت طلبیه و یکم این که واقعا اگر من از کسی مثل دکتر عالی خانی نتونم جواب بگیرم دیگه کسی رو نمیشناسم در اطراف خودم که بتونم از ایشون این گونه جواب‌ها رو بگیرم. بازم تأکید میکنم من همیشه از نوشته های دکتر عالی خانی بیشترین استفاده رو کردم. نوشته های دکتر عالی خانی درش یه بدون مبالغه یه نسیم معنویت میوزه، یه نسیمی که آدم وقتی میخونه حالش خوش میشه. اینو صادقانه میگم در همین کتاب
که الان محل بحثان هست، این در رموز اشراقی شاهنامه هم همینطوره. آدم حالش خوب میشه وقتی با این تعابیر در باب وفا سخن میگن، در با این تعابیر در باب صدق سخن میگن، خیلی آدم حالش خوش میشه، خیلی آدم انگار یه نسیمی از عالم معنا بر دل و جان آدم میوزه. و اینا جای قدردانی داره در دنیایی که فقط سخن از مادیت و سخن از نسبی انگاری و منظرگرایی و عرض کنم که شکاکیت و لاعدلگری و همه چیز از در و دیوار ناملایم و دشخیم به نظر میرسه، اینا خیلی ارزشمنده. اما این چیزهای ارزشمند رو گاهی وقتا صافی و فیلتر ذهن آدمی براش مطالبه دلیل هم میکنه. با کمال عذرخواهی از حضرت استاد دکتر عالی خانی و همه خانم‌ها و آقایانی که به مطالب من گوش میدادن، امیدوارم که سخن ناحقی نگفته باشم. همه سخنان رو در قالب سؤال تلقی کنی تا یه وقتی عرض کنم که سخن باطلی به ذهن دوستان از سخنان من راه پیدا نکنه. در قالب سؤال تلقی بکنی. امیدوارم که همه موفق باشن. خدا نگهدارت. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد ملکیان، از وقتی که اختصاص دادید و مطالبی که مطرح فرمودین. پرسش‌های شما در پایان این پنل از طرف آقای دکتر عالی خانی حتما پاسخ داده خواهد شد. برای شما آرزوی بهروزی و توفیق روزافزون دارم و در بخش پرسش و پاسخ پایان این پنل همچنان در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از شما. خیلی متشکرم. ممنونم خانم. بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود تابناک، او را عقل نام کرد که اول ما خلق الله تعالی العقل، و این گوهر را سه صفت بخشید، یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود پس ببود. از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت حسن پدید آمد که آن را نیکویی خوانند، و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آن را مهر خوانند،
و از آن صفت که به شناخت این که نبود پس به بود تعلق داشت، حزن پدید آمد که آن را اندوه خوانند. عقل نور خدای تعالی است و جز نور به نور راه نیابد و صورت فردانیت جز در آینه فردانیت ظاهر نشود. نفس آینه خدای تعالی است و آینه حق به آینه جسمانی نماند. چون ترکیب جسم منحل گردید، واحد به سوی توحید باز می گردد. در خدمت جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی هستیم در این بخش از وبینار. سخنرانی ایشان تحت عنوان شاهنامه و تبلور خرد ایرانی. آقای دکتر عبدالکریمی استاد فلسفه، پژوهشگر فلسفه غرب و به ویژه فلسفه مارتین هایدگر هستند. از جمله آثار ایشون میتونیم به تفکر و سیاست، نسبت مابعد طبیعه و فلسفه سیاسی در افلاطون، در جستجوی معاصریت، پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر، دونکیشوت‌های ایرانی، پایان تئولوژی، هایدگر و اصطلاح، هایدگر در ایران، ما و جهان نیچه‌ای، ما و پست مدرنیسم اشاره کرد. ترجمه های نیز از ایشان در دست است، از جمله بررسی روشنگرانه اندیشه های مارتین هایدگر و کتاب هایدگر. همچنین از ایشان دفتر شعری منتشر شده است به نام قصه من و تو. عرض سلام و ادب و احترام جناب آقای دکتر عبدالکریمی. من هم خدمت شما، خدمت استاد ملکیان و خدمت آقای دکتر عالی‌خانی عزیز و همه حضار در نشست عرض سلام و عرض ادب و ارادت دارم. در خدمت شما هستید. خب سپاسگزارم از دعوتی که از من به عمل اومد. امیدوارم که خیلی مصدع اوقات نباشم. من پیشاپیش عذرخواه هستم، فکر میکردم نشست 2 تا 4 باشه و ساعت 4:30 قرار دنبال من بیان من رو برای نشست دیگه ببرن. امیدوارم تا اون موقع من فرمایشات آقای دکتر عالی‌خانی گرامی رو بشنوم و اگر احیانا بخشش رو بودم و بخشش رو نبودم پیشاپیش عذرخواه هستم. من دوست دارم عرایزم رو در مورد شخصیت آقای عالی‌خانی اصطلاح شروع بکنم. به باور من ایشون یک ایران پژوه، ایران شناس، فردوسی پژوه و سهروردی پژوه هستن. من فکر میکنم که آقای عالی‌خانی رو باید یکی از سرمایه های بزرگ فرهنگی در کشورمون بدونیم، اما خب ایشون ویژگی خاصی دارن. بنابر نهج فکریشون خیلی نمود و ظهور در رسانه ندارن، خیلی نمود و ظهور در صحنه اجتماعی ندارن و در خفا کار میکنن، دود چراغ میخورن، حقیقتا دود چراغ میخورن و در محیط انجمن حکمت فلسفه در محیط آرام و دور از هیاهو و طوفان حوادث میکوشن که در واقع کار فکری خودشون رو ادامه بدن. خب آثار ایشون رو ما میشناسیم، اون کتاب مهمشون بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی و کتاب جدیدشون رموز اشراقی شاهنامه و تصحیح و ترجمه ای که از متون کردن و ترجمه ای کردن نشون میده که ایشون کاملا آگاهانه، نه به نحو تصادفی و رندوم، به سلکت کارا میپردازن، به انتخاب میپردازن و در مسیری کاملا آگاهانه، روشن و مشخص دارن حرکت میکنن. و من در این نشست میخوام نشون بدم من کجاها در واقع با آقای عالی‌خانی پیوند برقرار میکنم و چرا فکر میکنم مسیری که آقای عالی‌خانی دارن طی میکنن برای جامعه ما، برای فرهنگ ما بسیار بسیار مهمه. من همون گونه که در سخنرانی اخیرم در اصفهان در روز جهانی فلسفه تحت عنوان آینده و میراث تاریخی ما گفتم، نگاهی که به موقعیت کنونی خودمون دارم نگاه مثبتی نیست. من معتقدم که چشمانداز آینده ما چندان روشن نیست به لحاظ فرهنگی و فکری. مسائل سیاسی اجتماعی مد نظرم نیست، اما به لحاظ فرهنگی ما چشم‌انداز روشنی نداریم. ما با یک فروپاشی هویت و فروپاشی حیات اجتماعی فرهنگی و
فکریمون مواجه هستیم. ما با دو شکاف تاریخی بزرگ مواجه هستیم. وقتی ما ایرانی ها با تمدن جدید غرب مواجه شدیم، شکافی بین عالم سنت ما و عالم جدید شکل گرفت. هنوز از سلی مدرنیته گیج و گنگ بودیم و هنوز نتوانسته بودیم خود رو با جهان مدرن سازگار بکنیم که با دومین شکاف مواجه شدیم و اون ظهور زیست جهان پسا مدرن بود و با تحولات و انقلاب صنعتی دومی که در عرصه آیتی و تحولات تکنولوژیک شکل گرفت. به حال این روند باعث شده که شکافت ما، گسست تاریخی ما دهشت انگیز باشه و در واقع ما با مرگ میراث به خصوص برای جوانانمون و نسل‌های جدید مواجه باشیم. و به قول مارکس که میگه در دوران مدرن هر آنچه که سفت و متسلب بود دود شد و به هوا رفت، به طریق اولا در چند دهه اخیر، در نیم قرن اخیر، این فروپاشی هر آنچه که متعلق به معاصر تاریخی ما قبل مدرن بود، در واقع ما امروز با یک همچین دود شدن و به هوا رفتنی مواجه هستیم. و حرف من اینه که ما برای چنین جهانی آماده نیستیم. ما با بحران‌های نظری و فکری بسیار بسیار زیادی مواجه هستیم. ما نیازمند شروعی تازه هستیم، اما برای این شروع تازه نمیتوانیم منقطع از سنت خودمون حرکت بکنیم. و به اعتقاد من اساساً هیچ تفکری در خلأ و در انقطاع از سنت و معاصر تاریخی نمیتونه صورت بگیره. لذا معتقدم که اهل فلسفه و اهل تفکر در واقع امروز رسالت سنگینی دارن و اگر کسانی هستن که به قوام گرفتن تفکر در دیار ما، در عالم اسلام و در زیست جهان کنونی به طور کلی میاندیشن، باید نسبت خودشون رو با میراث تاریخی خودشون به اصطلاح مشخص بکنن. تمام بحث امروز من مبتنی بر یک جمله است از کتاب مارتین هایدگر از درباره ذات حقیقت، که در اونجا هایدگر به افلاطون رجوع میکنه و به تفسیر ایده های افلاطونی میپردازه. یک عبارتی داره که میگه رجوع تاریخی راستین، من اضافه میکنم یعنی رجوع تاریخی راستین به سرچشمه ها و سرآغاز ها، به منزله آغازی سرنوشت ساز به سوی آینده اصیل است. یعنی اگر ما میخواییم آینده اصیل داشته باشیم، نمیتوانیم منقطع از گذشته خود باشیم، منقطع از سنت تاریخی خودمون باشیم. این یک توهم است، این توهم دکارتی است که ما میتوانیم از گذشته به نحو کامل منقطع بشیم و مبنایی رو بریزیم، آکسیومی رو بریزیم و از صفر در واقع بنایی رو بسازیم و جلو بریم. این یک توهمه. تفکر در خلع شکل میگیره، تفکر در ادامه سنت و میراث. لذا وقتی ما از رجوع به سنت صحبت میکنیم، به هیچ وجه نمیخوایم صرفاً به شناخت گذشته بپردازیم و رجوع به سنت و رجوع به معاصر تاریخی صرف انگیزه های علمی و اکادمیک و نظری محض نیست. ما به حافظ، به فردوسی، به سهروردی رجوع نمی کنیم تا صرفا کنجکاوی های نظری و اکادمیک خودمون رو ارضا بکنیم. ما به گذشته رجوع می کنیم بلکه بتوانیم در جهت پاسخگویی به بحران های کنونی خودمون، به بحران های جهان کنونی، عنوان انسانی که در جهان معاصر زندگی می کنه پاسخ بدیم. ما در صددیم به بحران خودمون به عنوان یک سوژه مدرن، به عنوان یک انسان مدرن پاسخ بدیم. و تلاش های سترگ برادر بزرگوارم آقای علی خانی رو کاملا باید در چنین کانتکسی فهمید. سنت تاریخی، ترادیسیون، فرادهش به تعبیر مرحوم فردی، امری مربوط به گذشته نیست. سنت تاریخی در اکنون ما حضور داره و اکنون ما منفصل از گذشته نیست و ما خود همان گذشته ایم. ما در استمرار گذشته ایم و خود همان گذشته ایم و در واقع مهمتر از اون، گذشته در حال حضور داره و این گذشته در آینده نیز
حضور خواهد داشت و آینده ما در استمرار گذشته و اکنون ماست. و باز این جمله از هایدگر که بازگشت تاریخی به سرچشمه ها امری است که ما رو با آن چیزی که امروزه در حال رخ دادن درگیر میکنه. بر تقدیر اگه ببینیم متفکرانی مثل نیچه، متفکرانی مثل هایدگر، متفکرانی مثل گادامر در واقع به دنبال تفکر آینده هستن و از تفکر آینده صحبت میکنن و خواهانن که از تفکر متافیزیکی و مابعد طبیعی عبور بکنن، بی تردید به گذشتهشون رجوع میکنن و این گذشته گرایی نیست، این در واقع سرشت تفکر است که مستقل از سنت نمیتونه باشه. به هر حال بازگشت تاریخی به گذشته یک امر تقویمی نیست، یک امر کرونولوژیکال نیست. بازگشت چنین نیست که هر کس به معاصر رجوع کنه و گذشته رو زیر و رو بکنه، در واقع میتونه یک آگاهی تاریخی پیدا کنه. آگاهی تاریخی در معنای عادی، رایج و متداول رو خیلی ها دارن، اما اینکه ما بتوانیم ارتباط گذشته با اکنون و آیندهمون رو نشون بدیم یک امری است متفکرانه و تنها متفکران هستند، نه کسانی که کار ادبی میکنن، نه کسی که پژوهش های ادبی یا تاریخی میکنن یا بحث های فیلولوژیک میکنن، صرفا بتوانن در واقع رابطه سنت و میراث رو با اکنون و آینده ما نشون بدن. به هر حال سنت اگرچه در پشت سر ما قرار داده، اما فراداده سنت یعنی آنچه که قوام بخش سنت به سوی ما میاد و ما محصول سنتیم و حواله شده سنتیم و آنچه که قوام بخش سنت ما رو به سوی آینده سوق میده، حرکت میده. اما ما یک مشکل عمده ای داریم در دوران کنونی ما. در دوران کنونی ما از تعریف خودمون و فهم خودمون ناتوانیم. ما نمیتونیم به این پرسش امروز جواب بدیم، علارغم شعارهای گوش فلک کنه، بس گوش کر کن رو، در واقع گوش فلک کر کنی که امروز میکنیم که ما میدونیم کی هستیم و ما در این جهان جایگاهی داریم. به اعتقاد من ما امروز از فهم تاریخی خودمون و پاسخ به این پرسش که کیستیم، چیستیم، ناتوانیم. اینکه علل این ناتوانی چیه؟ خب یک دلیلش بحران تفکره و این بحران تفکر ناشی از انقطاعی است که از سنت و میراث خودمون پیدا کردیم. وقتی میگم انقطاع سنت، نقطه مقابلش اینه که ما مقلد سنت باشیم یا هر آنچه که در واقع از گذشتگان گفتند بپذیریم. به هیچ وجه چنین نیست، بلکه مرادم دیالوگ با سنت، گفتگو با سنته، به سخن واداشتن سنته، به پاسخ واداشتن سنت به پرسش های امروز ماست. به هر حال یه دلیلش بحران تفکری که ما نمیتوانیم امروز در واقع به پرسش از کیستی و چیستی خودمون جواب بدیم. لذا در جهان کنونی نمیدونیم داریم چی کار میکنیم، گیج و گنگیم، آشفته ایم و در واقع نمیدونیم نسبتمون با جهان چیه، نسبتمون با دیگر جوامع چیه، نسبتمون با مدرنیته چیه. یک دلیل دیگه سیطره منطق شرق شناسیه. یک دلیل ناتوانی ما در فهم خودمون سیطره منطق شرق شناسیه و ما جزمیات شرق شناسانه رو کاملا پذیرفتیم و اجازه میدیم که خودمون رو در واقع در پرتو مفاهیم در واقع شرق شناسانه در واقع تلقی بکنیم. غربی که همه توان است و شرقی که همه ناتوان است، شرقی که اسیر استبداد است، شرقی که اسیر باورهای جزمی، شرقی که اسیر نمیدونم بیعقلی، شرقی که اسیر به اصطلاح عالم حرقلیاست، شرقی که اسیر عواطف و احساسات است. این نگاه های شرق شناسان است. خیلی بر این باورن که ما جز به کمک مفاهیمی که از متافیزیک غربی میگیریم، جز به کمک مفاهیمی که جانب غرب و فلسفه غرب میگیریم، نمیتونیم به توصیف خودمون بپردازیم، به فهم خودمون بپردازیم و آنچه که فلسفه غربی و بر اساس فلسفه غربی درباره ما گفته میشود در واقع رهیافتی علمیه، رهیافتی عینیه، رهیافتی اجتناب ناپذیره، امری که من در اون به شدت در واقع تردید دارم. به هر حال اونچه که در این به اصطلاح دقایق کوتاه میشه گفت، اسارت در منطق شرق شناسانه، اسارت در منطق اروپا محورانه،
در واقع یکی از جدیترین دلایل ناتوانی ما از روایتی پدیدارشناسانه و راستین، روایتی که منطبق با هستی اجتماعی و تاریخی ما از سنت تاریخیمون باشه است. لذا من خواهانم در مورد بازتعریف خودمون به چند پرسش بنیادین بپردازم. اولین پرسشم اینه که آیا به راستی ما برای اینکه به خودمون بنگریم و خودمون رو فهم بکنیم گریزی جز از اتخاذ چشمانداز فلسفه غربی نداریم؟ و آیا صرفاً از منظر چشماندازهای تئولوژیک و ایدئولوژیک به خودمون نگاه کنیم یا از منظر منطق شرق شناسانه و از منظر متافیزیک غربی؟ آیا مسیر دیگری در برابر ما گشوده نیست؟ راهی که با کوربن آغاز شد، فردید کوشید در واقع این مسیر رو ادامه بده و به نظر من تلاش های ستوری دکتر عالی‌خانی عزیزم در همین راستاست که به جامعه ما کمک بکنه که در واقع از چشمانداز خودش به خودش نگاه بکنه، صرف نظر از اینکه این تلاش ها چقدر موفقه یا نه، میشه با در واقع همه آنچه که در این تلاش ها طرح شده موافق بود یا نه. اما خود این تلاش فی نفسه تلاش متفکرانه است، خود این تلاش تلاش ستورگی است. البته تاریخ غرب بخشی از تاریخ هستی است و بخشی از تاریخ انسانه و ما تاریخ غرب رو نمیتونیم نادیده بگیریم. تاریخ غرب یعنی تاریخ متافیزیک نادیده انگاشته ناشدنیه و در این حال که ما با خطر غلبه منطق شرق شناسانه، منطق اورینتالیستی یعنی منطق یوروپ سنتریزم، منطق اروپا محور مواجه هستیم و یک روی سکه است، یک سوی دیگر هم این خطر وجود داره که ما متافیزیک غرب رو نبینیم و ضرورت دیالوگ با متافیزیک غرب رو در نیابیم و فاقد معاصرت باشیم. و اگر میراث تاریخی ما به دیالوگ با متافیزیک غرب و تمدن کنونی به دیالوگ، اما از یک موضع به اصطلاح از یک موضع تاریخی خودمون، نه اینکه مزمحل باشیم، اگر به این نپردازیم در واقع یک نوع بیگانگی از زمان هم هست. در اینجا شاید من علی‌رغم اینکه روح حرفای من با روح حرفای برادر بزرگم آقای ملکیان خب در دو تا پارادایم بسیار بسیار متفاوته، ولی یکم از دغدغه‌های ایشون رو با این تفاوت که من بر دیالوگ بیشتر دست میگذارم و نه بر پذیرش، این شاید تفاوتی باشه بین من و آقای ملکیان. به حال باید این دو طرف رو داشته باشیم، هم نمیتوانیم باید به منطق یوروپ سنتریس و متافیزیک زدگی تم بدیم و نمیتوانیم در واقع متافیزیک رو نادیده بگیریم. لذا یک لاین بسیار باریکی است که فقط متفکران میتونن این تقابل رو، این باریکی و دشواری در واقع دریابن. سوال بعدی اینه که آیا ما میتونیم میراث خودمون رو مستقل از تاریخ متافیزیک غرب بدونیم؟ متفکرین بزرگی مثل نیچه، مثل هایدگر کمک کردن که غرب خودش رو بتونه صورتبندی مفهومی بکنه، مثلا با مفهوم نیهیلیسم یا مفهوم مرگ خدا، هایدگر به کمک مفهوم پرسش از وجود و غفلت از وجود. هنوز ما نتوانستیم خودم رو کانسپچوالایز بکنیم، مفهومی کنیم. تلاش های جسته و گریخته ای صورت گرفته، مثلا کاری که آقای طباطبایی شروع کرده، اما چقدر این کارها موفق بوده و چقدر در واقع تونسته خودش رو از منطق شرق شناسانه و منطق اروپا محور و منطق متافیزیک سیطرش برهانه و مواجه پدیدارشناسانه با تاریخ ما داشته باشه، به نظر من جای تأمل، جای پرسش داره. به هر حال پرسش بنیادی بعدی من اینه که سرآغاز سنت تاریخی ما کجاست؟ سرچشمه های آغازین خرد تاریخی ما، خرد ایرانی کجاست؟ ما به کدام این سرچشمه ها و خاستگاه ها باید بازگردیم؟ کی و کجا صاعقه زئوس بر خرمن خرد قوم بزرگ ایرانی اصابت کرد و ایران رو به یکی از بزرگترین کانون های معنوی جهان قرار داد؟ این سرآغاز کجا بود؟ اسلام، زرتشت، زوروانیسم؟ آیا ورود اسلام به ایران گسستی مطلق از ایران پیشا اسلام بود؟ یا اسلام در ادامه دوران
به اصطلاح پسا اسلام در استمرار ایران در مرحله پیشا اسلام بود. در این وسط شخصیت سلمان فارسی رو چگونه باید بفهمیم؟ شخصیتی که به اسطوره هم نزدیک، حالا واقعیت تاریخیش هم چندان محل امعان نظر نیست، گرچه واقعیت تاریخی داشت، اما خود اسطوره ها رو نباید به منزله یک امر تاریخی مورد تردید قرار داد. در مواجهه پدیدارشناسان، اسطوره ها گاه حقایقی بنیادی تر از تاریخ رو بیان میکنن، لذا اینجا یه مقدار برادر بزرگوارم آقای ملکیان من فاصله میگیرم که بحث بر سر وساقت اسطوره ها نیست، بحث بر سر پاسیبیلیتی ها و امکانات اگزیستانسیل و اونتولوژیکی است که اسطوره ها در اختیار ما قرار میدن. به هر حال سلمان فارسی به نظر میرسه واقعیت یا تاریخ اپوخه میکنیم این رو، واقعیت یا اسطوره این رو اپوخه میکنیم، اما آنچه که هست در این شخصیت نمادین یا شخصیت تاریخی در واقع دو سنت بزرگ، سنت ابری سامی یهودی، اسلام که یکی از این ادیان در کنار یهودیت و مسیحیت که حاصل این سنته، در واقع با سنت خرد ایرانی در واقع پیوند برقرار میکنه. خب به نظر من اینا پرسش های سترگی است و به نظر من آثار و نوشته های آقای علی خانی به ما کمک میکنه، یعنی منابعی در اختیار ما قرار میده. اینکه آقای علی خانی به سلمان فارسی و کار سترگی او رو در جمع میان دو سنت تاریخی ایرانی و اسلامی میدونه، اینا چشم اندازهای خوبی است که میتونه به ما که در واقع خواهانیم که به نحوی بر این گسست تاریخی ما که ما رو این همه مفلوک کرده غلبه پیدا کنیم، آثاریشون میتونه به ما نشانهایی رو برای یافتن راه در اختیار ما قرار بده. ما باید به چه کسانی در تاریخ خودمون به منزله سرآغاز تاریخیمون رجوع بکنیم؟ ما با سه فرهنگ مواجه هستیم و تاریخ ما حاصل ترکیب سه فرهنگه: خرد ایرانی که شاید اون رو بتوانیم در استمرار خرد معنوی هندی هم قرار بدیم و تفکر هندی و هندو ایرانی رو در یک سنت قرار بدیم، و سنت ابری سامی یهودی که اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن، و در از نیمه دوم قرن دوم که ما با یونانی ها هم برخورد داشتیم، در واقع خرد یونانی هم، عقلانیت یونانی هم اومده که خودش رو در فلسفه به اصطلاح اسلامی نشون میده. به هر حال ما برای یافتن سرچشمه هامون باید در واقع به پژوهش هایی مثل پژوهش های آقای علی خانی ما به شدت نیازمندیم. پرسش بنیادین سوم من اینه که به راستی این کدامین تجربه بنیادینه که سرآغاز سنت ماست؟ صحبت یک بحث کرونولوژیکال نیست، صحبت بر سر یک به اصطلاح مفهوم تقویمی تاریخی نیست. اینکه ما سنت خودم رو در حول و حوش کدامین تجربه بنیادین باید صورت بدیم. هایدگر تجربه از وجود رو، پرسش از وجود رو، مفهوم بنیادین و محوری در واقع تبیین تاریخ خودش قرار داد و غفلت از وجود رو سبب انحطاط تفکر در متافیزیک غربی گرفت. اما اگر ما بخوایم خودمون رو از متافیزیک غربی، متافیزیک یونانی جدا بکنیم، این تجربه بنیادینی که ما رو ما کرده، این تجربه بنیادین و آغازینی که سنت تاریخی ما رو شکل داده، این رو در کجا باید، در کدامین سرچشمه ها شکل بدیم؟ پرسش بنیادین برای فهم سنت تاریخی ما کدومه؟ خب به هر حال بین بحران امروز ما و بی سرآغازی نظریمون به نظر من یک ارتباط نزدیک وجود داره، یعنی بخشی از بی خانمانی ما، بخشی از بحران هویت ما و بحران فکری ما اینه که ما درکی از ریشه های نظریمون نداریم یا فراموش کردیم و رابطمون با میراث قطع شده. به همین دلیل قرارگاه تاریخی خودمون رو از دست دادیم و نمیدونیم ما در کجای تاریخ هستیم. ما نیازمند فهم تاریخی خودمون هستیم، ما نیازمند فهم سنت تاریخی خودمون هستیم، ما نیازمند نگرش تازه‌ای هستیم به مسیری که تا کنون پیموندیم تا به اینجا رسیدیم. ما نیازمند اینه که منازل و مواقفی که تاریخ ما طی کرده رو بتوانیم نه به لحاظ تاریخی، تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، بلکه به لحاظ مفهومی، به کانسپچوال در واقع صورت بندی کنیم.
ما برای روایت این مسیر نیازمند فهم سرآغازگاه ها و نیازمند فهم منازل و مواقف اون هستیم و به نظر میاد که ما خیلی دستانمون از این نظر به اصطلاح باز نیست، سرمایه اطلاعاتی زیادی نداریم یا نتوانستیم تا کنون در واقع این تاریخ خودمون رو صورت بندی کنیم. و من فکر میکنم آثار عالی خانی عزیز در واقع اینا سرآغاز هایی است که میتونه به ما کمک بکنه تا در این مسیر برای بازاندیشی سنت تاریخی خودمون گام برداریم، شاید از طریق کشف سرآغاز ها، شاید از طریق کشف بنیاد ها بتوانیم به فراسوی تفکر کنونیمون گام برداریم. ما هنگامی سنت تاریخی خودمون و میراث فرهنگی رو میفهمیم که به طرح پرسش بنیادین بپردازیم که سنت و میراثمون به اون باید پاسخ بده یا سنت و میراثمون کوشیده به اون پرسش بنیادین پاسخ بده. کسی که پاسخی داشته باشه بیان که پرسشی ناظر به اون پاسخ داشته باشه پاسخ رو نمیفهمه، و کسی که پرسشی داره بیان که پاسخ ناظر به اون پرسش رو بشناسه درکی از پرسش خودش نخواهد داشت. به هر حال این سوال که منازل و مواقف اصلی تاریخ و سنت ما چیه، این در کدامین منازله که مسیر تفکر ما دگرگون میشه، استحاله میشه، مسخ میشه و ما امروز به امروزمون میرسیم، سرآغاز انحطاط ما کجاست، برای یافتن مسیر آینده از کجا باید آغاز بکنیم. خب آقای عالی خانی در آثارشون فردوسی رو و سهروردی رو به عنوان سرآغازهای ما پیشنهاد میکنن. خب سهروردی خیلی قابل تأمله. سهروردی طرحی رو آغاز کرد و به طرح حکمت خسروانی پرداخت، اما این طرح هرگز آنچنان که شایسته و بایسته است ادامه پیدا نکرد. حالا آیا به راستی ما میتونیم از حکمت خسروانی سخن بگیم یا این طرح در همون نطفه محکوم به شکست بود و شکست خورد؟ آیا طرح سهروردی امروز میتونه اساسا دنبال بشه یا باید اساسا دوباره دنبال بشه؟ اینها پرسش‌هایی است که ما باید بهش فکر بکنیم. پرسش دیگه اینه که خاک سنت ما کجاست؟ هایدگر معتقد بود که معبد و طبیعه به عنوان ریشه فلسفه نمیتونه بی نیاز از خاکی باشه که از خاک اون تغذیه میکنه. هایدگر وجود رو خاک بنیاد معبد و طبیعه میدونست و معتقد بود که این خاک فراموش شده. درخت معبد و طبیعه در واقع ریشه خودش رو با خاک وجود در واقع فراموش کرده و معبد طبیعه وجود یا خاکی که در اون ریشه داشت قفلت کرده و از هایدگر از بازگشت به وجود صحبت میکنه. هایدگر فلسفه غرب رو مورد پرسش قرار میده که ریشه معبد و طبیعه موقف خودش رو در کدامین خاک میابه. ریشه ها و در نتیجه کل درخت معبد و طبیعه مایه های مغذی و نیروی خودش از کدامین زمین، از کدامین خاک میگیره؟ این کدامین خاکی که زمام باروری و نگهداری ریشه های درخت رو به کف داره، کجاست آنجا که ذات متافیزیک می آرامد و مجددن به جنبش در میاد؟ خب این همین پرسش ها رو ما میتونیم بکنیم. خاک سنت ما کجاست؟ آن چیز که تفکر امروزین ما یارای اندیشیدن بدون رو از کف داده، این کدامین نوره که ما دیگه قادر به رجوع به اون نیستیم؟ در سرتاسر سنت ما و در مرحله انحطاطش و در اندیشه متفکران فیلسوفان ما این چه چیزی است که نااندیشیده باقی مونده و ما در صدد عیان کردن کدامین حقیقت باید باشیم که در پس تفکر متفکران ما نااندیشیده رها شده، حقیقتی که هر تفکری مبتنی به اونه و شرط امکان هر امر نااندیشیده است؟ بی خانمانی و بی وطنی امروز ما حاصل غیاب کدامین حقیقته؟ این کدامین حقیقته که آدمی با معوا گزیدن در اون خانه و کاشانه خودش رو پیدا میکنه و در نسبت با اون وطن و سرزمین خودش رو مییابه؟ این کدامین شیوه تفکر در سنت تاریخی ماست که بی خانمانی و بی وطنی ما رو تقویت کرده و در این حال اون رو پنهان نگاه داشته؟
این کدامین شیوه‌های تفکر در دل سنت ماست که سبب گردیده ما نسبت خودمون رو با ریشه های خودمون از کف بدیم؟ این کدامین شیوه‌های تفکری که راه رو بر تفکر راجع به سرش و حقیقت و تقدیر انسان در این جهان بسته، مسیر نادرست رو در فراپیش روی ما نهاده؟ به بیان ساده تر، شاید من اینجا باز یک مقداری باز در دو پارادایم مختلف به آقای ملکیان نزدیک شم. ما نیاز به نگاه نقادانه به سنت خودمون رو داریم، اما این نگاه نقادانه باید به کمک مقولات خود سنت ما نیز صورت بگیره و شاید تنها راهش هم اینه که نقد سنت به واسطه مقولات خود سنت صورت بگیره. و این چیزیست، و این چیزیست که شاید بشه گفت که در اندیشه سنتگرایان و شاید در اندیشه برادر بزرگوارم آقای عالی خانی کمتر دیده میشه. ما باید همچون هگل، همچون هگل باید بکوشیم تا به اون چیزی بیاندیشیم که در تاریخ متافیزیک غرب و در سنت پیشین اندیشه شده، و هم باید مانند هایدگر بکوشیم تا چیزی رو که در اندیشه و در سنت قبلا نااندیشیده باقی مونده اون رو آشکار بکنیم. ما باید بکوشیم مفروضات نهفته و تأمل ناشده‌ای که در سنت تاریخی خود رو داشتیم، این مفروضات نهفته و تأمل ناشده رو بیابیم که به کمک اونها بفهمیم که به چه دلیل ما به انحطاط و انسداد تفکر رسیدیم و امروز نمیتوانیم خود رو با جهان کنونی سازگار بکنیم، و ببینیم کدوم مؤلفه‌های نظری و مفروضات نااندیشیده بنیادین در سنت ما بوده که به شرایط کنونی منتهی شده. این کدامین مفاهیم و مقولات بنیادین بود که با تحول و مسخ اونها ما به انسداد یا لااقل به انحطاط تفکر در روزگار کنونی خودمون رسیدیم؟ ما باید به این امر بیاندیشیم که با باز فهمی و باز تفسیر کدامین مقولات میتونیم از فهم رایج و متعارف مفاهیم در دوران کنونی جامعهمون فاصله بگیریم و به روح و حقیقت سنت تاریخیمون نزدیک بشیم. این کدامین مقولات در سنت ماست که باید سست بشه؟ نیچه و هایدگر شروع کردن به بازسازی و تخریب و ویرانی، دیکانستراکت بسیار از مفاهیم تاریخ متافیزیک، و مثل مفاهیم انتولوژی مبتنی بر جوهر، سابستنس انتولوژی، نگاه انتیک به هستی، قفلت از وجود، لوژیسیسیسم، در واقع افلاطون‌گرایی و و و خیلی چیزای دیگه. حالا سوال من اینه که در واقع امروز ما باید کدامین مقولات رو در سنت خودمون سستش بکنیم؟ این کدامین مقولات هستن که در واقع سبب شدن که نیروی اصلی سنت تاریخی ما تضعیف بشه، یاد روح و اون حقیقتی که در سنت ما وجوده در حجاب قرار بگیره؟ خب خود این پرسش بنیادینه که اساسا سرش و حقیقت به اصطلاح سنت تاریخی ما چیه؟ این رو هم باید ما در... نمیگم اینا پاسخ وجود نداره، اینها رو باید در پرتوب روشنایی قرار بدیم و بتوانیم رو به معاصرت در بیاریم. این نسبت با زمان و نسبت با معاصرت مقوله ایست که به نظر من خیلی باید بهش بیاندیشیم، و شاید این هم یک از اون پاشناشیل هاییست که بتوانیم به سنتگرایان و برادر بزرگم در آثار برادر بزرگم آقای عالی خان کمتر دیده میشه. نمیگم به نحو مطلق وجود نداره، اما خیلی کم رنگه و باید اینها پر رنگ بشه. به هر حال من آثار آقای عالی خانی عزیز رو در یک چنین کانتکسی با یک چنین نگرشی میبینم و میخونم. در آثار عالی خانی ایشون بر فردوسی تاکید دارن، بر سهروردی دست میذارن، اینها رو به عنوان برخی از سرچشمه‌های خرد ایرانی معرفی میکنن. به ما نشون میدن که فردوسی رو نه به منزل حامل ایده های شوبیگری، قومگرایی و نژادگرایی ایرانی و مواضع ضد عربی و ضد اسلامی، بلکه حامل یک سنت، حامل خرد ایرانی بدونیم، و فردوسی رو واسطه انتقال خرد ایرانی به دوران اسلامی بدونیم، و فردوسی رو حامل روح جاویدان خرد یا حکمت خالده. آقای همین اثر اخیر آقای عالی خانی در واقع به ما نشون میده که فردوسی حامل تفکر اشراقی ایرانی است، و همون تفکری که در شیخ اشراق
در واقع ادامه داشته. اینها بصیرت هایی است که برای فهم مفهومی تاریخ ما به نظر من بسیار بسیار مهمه و نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم. اینکه سهروردی حامل و تاکید کننده بر خمیره ازلی یا همون حکمت خالده و دین خرمه و اینکه این دین خرم از دین ناخرم چه تفاوت هایی داره، اینها، این که باز فردوسی و سهروردی رو به منزله واسطه مغان و حکمت خسروانی پیشا اسلام به عالم پسا اسلام بدونیم، این که برخلاف تصاویری که از ایران پیشا اسلام وجود داره و یک نوع تفسیر سنوی از روح ایرانی ارائه میدن، این که آقای علی خانی میکوشه که سنویت اورمز یا هورمز و اهریمن در کیش زرتشتی رو در واقع به یک اصل یگانه برگردونه و توحید رو در خرد ایرانی پیشا اسلام نشون بده و همین توحید رو در طریقه زروانی نشون بده و سنویت اورمز و اهریمن یا اهریمن رو به زروان مطلق برگردونه و این زروان رو در واقع با وجود لابشرط مخصمی در فلسفه اسلامی یکی میکنن، یا اینکه نشون میدن چطور سهروردی خواهان بازگشت به فهلویات و از سنویت مجوسی و شرک مانوی در واقع سهروردی تبری میجویه و حکمت خسروانی رو از شرک مجوسی و مانوی در واقع جدا میکنه. اینا به نظر من در واقع چشم‌اندازهای بسیار بسیار مهمی است که برای کسی که مثل من سالهاست بر روی مفهوم سازی خرد ایرانی میاندیشه و البته هنوز جرأت نکرده گامی برداره و فقط یادداشت برمی‌داره، به نظر من در واقع بصیرت‌های بسیار بسیار بزرگی است و من به حال به نوبه خودم از همه زحمات آقای دکتر علی خانی عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر اجازه بدید من همینجا عرایزم رو ختم بکنم و در کنار دیگر عزیزان شنونده بیانات حتما شنیدنی آقای دکتر علی خانی هستم. سپاسگزارم. تشکر میکنم مجددا از جناب آقای دکتر عبدالکریمی از وقتی که در اختیار ما قرار دادن و مطالب ارزنده‌ای که فرمودن. سوالاتی مطرح شده که حتما در فرصت مقتضی این سوالات برای جناب آقای دکتر ارسال میشه و پاسخ این سوالها در کانال مؤسسه و سایت مؤسسه پژوهش حکمت فلسفه حتما قرار داده میشه. امیدواریم که دوستان در ادامه برنامه سوالاتشون رو همچنان در کامنت ها یادداشت کنن. در پایان پنل پرسش و پاسخ ها رو خواهیم داشت و در آنجا این پرسش ها پاسخ داده میشه. گفتم حال رستم و اسفندیار چون بود؟ گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز ماند و از خستگی سوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیمرغ تضرع‌ها کرد و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آینه یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند هر دیده که در آن آینه نگرد خیره شود. زال جوشنی از آهن بساخت چنان که جمله مسخول بود و در رستم پوشانید و خودی مسخول بر سرش نهاد و آینه های مسخول بر اسبش بست. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد. اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن، چون نزدیک رسید پرتو سیمرغ بر جوشن و آینه افتاد. از جوشن و آینه عکس بر دیده اسفندیار آمد، چشمش خیره شد، هیچ نمیدید. توهم کرد و پنداشت که زخمی به هر دو چشم رسید، زیرا که دیگر آن ندیده بود. از اسب در افتاد و به دست رستم هلاک شد. پنداری آن دو پار گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود. آنچه خوانده شد روایت سهروردی بود از داستان نبرد رستم و اسفندیار که در رساله عقل سرخ او آمده است. در این بخش از وبینار در خدمت جناب آقای دکتر بابک علی خانی هستیم، دبیر علمی وبینار، و سخنان ایشون رو در باب شاهنامه و حکمت پهلوی خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم خدمت.
خب در پنل چهارم که پنل در واقع اهل فلسفه و نظر بود، ما با در واقع پرسش های متعددی در واقع مواجه شدیم که به جد در واقع اینها طرح شد از طرف استاد ملکیان و از طرف برادر گرامی بنده جناب آقای دکتر عبدالکریمی. از اهل نظر همین انتظار هست که پرسش مطرح کنند و منتها خب تعدادش بسیار زیاده و وقت کمی که بنده دارم، بنده میخواستم یک کمی هم راجع به حکمت پهلوی و شاهنامه و اینها هم یک اندکی صحبت کنم، منتها به یه نحوی بایستی اینها رو تنظیم کنم که پاسخگوی سوالات دو استاد بزرگوار در واقع باشم. اون در بخش حالا پرسش و پاسخ مقداریش اونجا باید اجازه بفرمایید من در اون قسمت عرض کنم و یک مقداری به این موضوع بپردازیم که حکمت پهلوی و شاهنامه چی هستن. اصلا اجازه بفرمایید که بنده یکمی در این باره صحبت کنم، چون در سخنرانی های روز گذشته گاهی بعضی از سخنرانان مطرح میکردن که این حکمت پهلوی مثلا چی هست، اصلا آیا تقریبا آدم فکر کنه که این مداری براشون مبهم هست، فکر میکنن یک اسم بی مسمایی هست. حالا سهروردی مساری رو مطرح کرده حکمت پهلوی یا خسروانی، که بنده در واقع سخن ابتداییم در ابتدای سخن ابتداییم در روز گذشته عرض کردم که دو تا تعبیر داریم در آثار شیخ اشراق، یکی حکمت، یکی در واقع خسروانیین و یکی پهلویین، و این دو تا تعبیر تقریبا مترادف هستند. ایشون به حکمای در واقع پیش از دوره اسلامی اشاره میکنه، اون حکمایی که ما موقعی که داریم متون پهلوی رو مطالعه میکنیم یا با دوستانمون مباحثه میکنیم یا اوستا میخوانیم، با نام اونها در واقع در طول 20 سال 30 سال در واقع انس گرفتیم، مانند بزرگمهر که آثارش رو به پهلوی میخوانیم و تجزیه و تحلیل میکنیم با دوستان. بعد فرض بفرمایید که آذرباد حکیم عصر شاپور دوم هست، آثارش رو میخونیم. ببینید اینا مثلا وقتی گفته میشه حکمای خسروانی یا پهلوی، راجب باید بفهمید که امور فانتزی صحبت نمیشه، این آثاری هست که در واقع داریم میخوانیم. حتی این آثار به صورت کامل در اختیار شیخ اشراق هم نبوده، پاره ای از آنها به ترجمه شده بوده و شیخ اشراق اونها رو در دست داشته. مثلا بخشی از آذرباد، یک قسمتی از بوزرجمه، از سخنان بوزرجمه در اختیار شیخ اشراق بوده، ولی الان اینها بیشتر در دسترس هست و ما به زبان اصلی هم که میخوانیم، به پهلوی یا بخشی از مطالب به زبان اوستایی اینها رو میخوانیم. حقیقتا حکمت پهلوی هرگز نمیتونیم بگیم که یک مسئله خیال بافانه هست یا یک مثلا فرض بفرمایید که مسئله ای که فکر کنید یه برداشت رمانتیکی راجع به ایران باستان که بعضی از نویسندگان آمریکایی مطرح کردن، میگن سهروردی برداشت رمانتیکی از شرق داره و اینها، اینا حقیقتا اینطور نیست. اجازه بفرمایید عرض کنم که پهلوی منصوب به پهلو هست و پهلو معرب پهلو هست. پهلو، دوستانی که شاهنامه خواندن ان شاء الله همه بخونیم، بیشتر بخونیم، امروز کم شاهنامه خوانده میشه، حالا شاید اگر خدمتی کتاب رموز اشراقی شاهنامه بتونه انجام بده این باشه که یکم شاهنامه رو بیشتر در دسترس قرار بده، که الان ما کاری که کردیم لغت‌هاشو توضیح دادیم دیگه، حالا شما بگید اون حل رموز و ما مثلا رمان هست، مثلا یه برداشت‌های خیالی، ولی دیگه لغاتش رو توضیح دادیم که بتونیم دوباره به شاهنامه برگردیم. خب ببینید، پهلو معرب پهلو هست. در شاهنامه یکی از معانی پهلو پهلوان هست و شیخ اشراق اینا رو میدونه. شیخ اشراق نزدیک به زمان در واقع فردوسی هست و با زبان فارسی دری کاملا در واقع انس داره، آثار فارسیش گواه اون هست، همونطور که عربی رو در
حد اعلا با قوت می نویسه، دوستانی که آثار منطقی منطقیشو می بینن، فلسفیشو می بینن، می بینن چطور خوبی می نویسه، فارسی رو هم در حد اعلا واقعا می نویسه. بدون مبالغه عرض می کنم، بعدی که این مداری کار می کنم می بینم که آثار شیخ اشراق در فارسی، یعنی حیث فارسی نویسی شیخ اشراق در واقع بسیار ممتاز و یگان است. خب پهلو به معنی پهلوه، پهلو به معنی پهلوونه، حکمت پهلوانی و حکمت خسروانی. پهلوانی مقدمی هست، اوج که میگیره شما میرسید به مرحله خسروانی. اینو از کجا متوجه میشیم؟ عبارت هیاکل و نور در پایان رساله هیاکل. هیاکل و نور از رساله های اشراقی کوتاه و ناب سهروردی هست. خودشون رو به عربی نوشته، بعد برای دوستانی که عربی نمیدونستن خودش شخصا اون رو ترجمه کرد. خوشبختانه هر دو رو در دست داریم. در آخرش یک فقره دعا هست، اللهم اجعل الفتوت حلیتنا، اللهم اجعل الفتوت حلیتنا والاشراق سبیلنا. خدایا، بار خدایا، فتوت را و جوانمردی را زینت ما قرار ده و اشراق را راه و رسم یا راه و روش ما قرار بده. خب کوتاه، جمله کوتاهی، ولی اشاره است وقتی که فلسفه اشراق خوب تجزیه و تحلیل کنید و یکم جدی بگیریم، ان شاء الله جدی بگیریم فلسفه اشراق، جدی بگیریم. در میان سخنرانان روز گذشته آقای دکتر داده اشاره می‌کردن که حکمت ملی ماست، حالا تعبیر خاصی ایشون داشتن، از زبان ملی حکمت ملی. خب من الان خیلی تکیه روی ملیت ندارم و مورد انتقاد بعضی از دوستان قرار گرفته بودیم روز گذشته که در واقع شما چرا اصلا از ایران هیچ صحبت نمی کنید، با ملیت اصلا قهر هستید. ما الان به این شکل شناخته میشیم، بگیم که به عنوان کسی که اصلا با ملیت در واقع هیچ آشنایی نداره. یا خب ببینید، حقیقتش اینه که اینطوری نیست که ما با ایران و با ملیت در واقع هیچ میانه‌ای نداشته باشیم. بحث اینه که ملیت خودمون رو در پرتو در واقع اون بعد شناختی و این به این شکل در واقع معنی میکنیم. ما اصلا فکر نمیکنیم که ایران یعنی مثلا صرفا خاک و خون و نژاد و از این صحبت ها. من اصلا این به نظرم کافی نیست، یعنی این ایرانی بودن ما اگر بخواد کاهش پیدا کنه به این خاک و خون و نژاد، در واقع این اصلا چیز شایان توجهی نیست، این خیلی چیز کمی هست. اون بعد در واقع شناختی رو ما تکیه میکنیم که فکر میکنم که این یعنی مثلا فرض کنید ندیده گرفتن ملیت. تو یه پاسخ کوتاهی بود، حتما هم لازم بود بالاخره وقتی که سوال مطرح کرده بودن. البته خیلی با الفاظ تندی که فردوسی بیش از هزارها بار گفته ایران، ولی شما همش میگی حکمت حکمت، نمیگی ایران. خب پاسخ بنده اینه که شما یه صحبت های بنده رو دقت میکردید. خب ما به مثلا فرهنگ عامه ایران اشاره کردیم در ابتدای صحبت، در روز گذشته که صحبت می‌کردیم راجع به عرفان ایران صحبت کردیم، فلسفه ایران صحبت کردیم، راجع به همه ابعاد مختلف ایران صحبت کردیم. نه اینکه مثلا منتها خب ما پان ایرانیست نیستیم، نمیدونم این مثلا الان از نظر بعضی از دوستان میشه که خیلی جرم سنگینیه که بنده مثلا نخیر، بنده طرفدار نژاد آریا نیستم و نژاد آریا رو برترین نژاد هم بخوام بدونم اینجور چیز نیست. خب اینو به کوتاهی گذاشتم، وقت خیلی کم و بنده مطالب زیادی باید عرض کنم. میخواستم راجع به حکمت پهلوی خدمتتون توضیح لازم رو بدم در امتداد صحبت‌های خیلی ابتدایی و مثلا روز گذشته، به دنبال اون دارم عرض میکنم خدمتتون. و بعد میخواستم اگر فرصت میداشتم داستان رستم و سهراب رو از یه زاویه جدیدی خدمتتون در واقع تأویل میکردم و تفسیر میکردم. اول حکمت پهلوی رو توضیح بدم. پرسش بسیار بنیادی استاد عبدالکریمی رو بنده الان در نظر دارم راجع به بنیادها که سوال میکنم، خیلی پرسش مهمی هست و من از این در وارد میشم. البته ببینید بحث پرسش و پاسخ زمان خودش رو داره، اون به جای خودش، ولی من یه قسمتی از در واقع پرسش بزرگواران رو در اثنای همین سخنان فعلی میخوام در واقع بهش اشاره کردم. این بنیاد رو میخوام خدمتتون بگم. حکمت پهلوی به این شکل شد که پهلوی به چه معنی؟ حکمت پهلوی، حکمت پهلوی یعنی حکمت پهلوانی، پهلوان.
و حکمت خسروانی شکل کاملتر هست، یعنی اون کمال رو نشون میده. فتووت مرحله اوله، خود شیخ اشراق گفت یک هلیه، هلیه زینت، وجعل الفتووت هلیتنا، ولی راه و رسم ما که منتهی میشه به مقصود اون اشراقه، اون بالاتر. این دوتا رو در نظر بگیرید که الان پس ما این که شیخ اشراق دو تعبیر داره، فهلوی و خسروانی، متوجه شدیم چیه. نه اینکه منصوب باشه به فهله که همون بلادی مانند ری و اصفهان و همدان و جبال و اینا منصوب به فهله میگیرن. میدونید کدوم معنای پهلو میشه؟ پهلو یه معنا داره، شهرستان، به اون معنی جغرافیایی میگه. ولی پهلو شما به معنی پهلوان هم بگید. در شاهنامه پهلو گاهی به کار میره به معنای شهرستان، گاهی به کار میره به معنای در واقع پهلوان. به نظر میرسه شیخ اشراق به پهلوان در واقع فکر میکنه. وجعل الفتووت، پهلوانی و جوانمردی را زینت ما قرار بده، ول اشراق سبیلا. خب الان اجازه بفرمایید از این بحث لغوی بگذاریم، یک تکرار کوتاهی عرض کنم برای دوستانی که شاید اون صحبت مقدماتی رو نشنیدن. پهلوی و خسروانی در واقع یه تفاوتی که هست دو مرتبه، مثلا به این صورت نیست که تمایز بنیادی بین اینها باشه، یعنی اینها پهلوی و خسروانی به هم تنگاتنگ مرتبطن، یعنی اصلا قابل انفکاک نیستن، به طوری که شیخ اشراق به راحتی میتونه اینها رو در واقع به جای هم به کار ببره و واقعا هم به کار میبره. ببینید در بعضی از آثارش میگه الفهلویه، وقتی که میخواد به حکمای ایران و باستان اشاره کنه، در بعضی از آثارش میگه الخسروانیه. خیلی دغدغه اینو نداره که الان فکر کنه که راجع به پهلوانی صحبت میکنه یا راجع به مثلا فرض فرمایید که راجع به مقام نهایی یعنی مقام خسروانی داره صحبت میکنه. به حکمت باستانی ها اشاره میکنه به این جهت که اون دو بعد در هم تنیده‌اند، یعنی بعد پهلوانی و خسروانی. در ژاپن میگن سامورایی در خدمت امیر، امیر برابر با خسرو ماست، سامورایی برابر با پهلوان. دوستانی که مطالعه کردن یا حتی فیلم های سامورایی رو حتی دیده باشن، حالا غیر از مطالعات عمیق در فرهنگ سامورایی، میدونن که امیر سامورایی نیست، سامورایی هم امیر نیست، بلکه سامورایی در خدمت امیر هست. وجعل الفتووت، مثلا فرض کنید هلیتنا، مثلا اخلاق سامورایی رو به ما ببخش. بعد اون وقت اون کمالی رو که برای یک امیر واقعی مثلا که در نظر میگیرن، پیشینیان در نظر میگرفتن، اون دانش و اون عدالت و اینها، اون کمال رو مثلا میگه که اون رو هم به ما بده. اشراق یعنی که اون مثلا فرض بفرمایید که کمالی که از آن کیخسرو هست، کمالی که از آن فریدون هست، شهریارانی که اینها بالاترین مرتبه کمال رو داشتن از نظر اشراق. خب از این بحث ها بذارید بگذاریم. بنیاد حکمت پهلوی رو بنده باید حتما مطرح کنم خدمتتون که به اصطلاح سخنانی مانند این که این حکمت پهلوی دیگه چی هست، با یه لحن نشندان در واقع دلنشینی که مثل این که مثلا راجع به چی صحبت شده حکمت پهلوی، مثل این که خب حکمت پهلوی چی هست. حکمت پهلوی ما در متون قدیم مثلا در گاهان زردشت که یه بخشی از اوستا هست ما مواجه میشیم با یک اندیشه‌ای که متمرکز هست بر روی خودآگاهی. بنیاد حکمت پهلوی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. الان یک گوشه ای از سخنان بنده در واقع روی داره به پرسش های بنیادی استاد عبدالکریمی. ایشون روی وجود متمرکز هستن، در واقع پژوهنده بالاتر از اون مثلا متفکری هستن که روی به اصطلاح کارهای هایدگر کار کردن، با مسائل وجود در واقع سرکار دارن، تمایز وجود و موجود رو میدونن، خلط نمی کنن با وجود، وجود رو با موجود. منتها الان از امینه ببینید شما در فرهنگ غربی از پارمنیدس تا مارتین هایدگر از وجود صحبت میکنید، ما که در کارهای شرقی در واقع داریم غور میکنیم و تو این قسمت داریم کار میکنیم، خیلی این طرف هستی هستی نمیشنویم. مثلا من دارم گاهان زردوش کار میکنم یا ودانته دارم کار میکنم، یعنی حکمت عمیق هندو رو که دارم کار میکنم، اونجا بیشتر تکیه روی شاهد هست. ببینید
بنده نگفتم شهود، چون بلافاصله هر کسی میگه که من بله شهود یک نفر، مثلا یه نفر شهود کرد، نه منظورم این نیست، شاهد، شاهد ازلی. این میخوام اینو در اوستا بهش میگن مزدا. مزدا میدونید معنیش چیه؟ شاهد ازلی. این برابر هست با اون چه که در غرب بهش میگن هستی، مثلا هستی از نظر پارمنیدس، مثلا. که خیلی عجیبه که در زمان ما مثلا فرض کنید که هایدگر مثلا به یک معنی قدر و قیمت سخن پارمنیدس رو میفهمه، به یک معنی سخنش اینه که چرا هستی فراموش شد و به جای اون چی اومد؟ مثلا هستنده آمد، به جای وجود از موجود صحبت. خب حالا بنده صحبتم با استاد عبدالکریم این هست که، و در این حال روی سخنم با استاد ملکیان هم هست، منتها بحث‌های منطقی آقای ملکیان رو انشالله در وقت پرسش و پاسخ، چون ایشون خیلی منطقی فکر کردن و گفتن که مبانی رو باید ببینن و نقادانه باید میدیدن که ندیدن، خب اینا رو بنده باید پاسخ بدن. ما راجع به ما فرمودید که اشراقی ها و نو اشراقی ها، به جای حکمت خالدی ها ما نو اشراقی ها، این بهتر. ما نو اشراقی ها از همه چیز انتقاد میکنیم الا از خودمون. خب چقدر ما بدیم واقعا، ما یه تیغی برداشتیم داریم همه رو میزنیم، بعد حاضر نیستیم که یعنی یک فرض کنید سوزنی به خودمون بزنیم، در واقع یک میگه که یک جوال دوزی به دیگران میزنی، یه سوزنی هم به خودت بزنی. حالا بنده عرض میکنم که ما به دیگران جوال دوز نمیزنیم، اصلا نمیزنیم، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از لغ نکنیم و به خودمون همش مشغول از شب تا صبح جوال دوز زدن هستیم به خودمون، به دیگران اصلا سوزن هم نمیزنیم. حالا من اینو خدمتشون در وقت کافی عرض میکنم، اجازه بدید بنیاد رو عرض کنم، چون بنده الان نکنید به یه طریق خاصی به جهت کمبود وقت روی سخنم با دو بزرگوار هست، از اون طرف هم بفهمید که بایستی یه نگاهی به داستان رو رستم و سهراب داشته باشم، از اون طرف هم فردوسی هم سهراب، همه اینا در آن واحد، این خودش یک در واقع توفیق الهی هست که بتونیم در واقع بار مقصود رو برسونیم به اون سرمنزل و به اون چیزی که میخواییم به اون نتیجه در واقع برسیم، که انشاءالله همینطور هم با یاری حق بشود. خب بنیاد رو مد نظر بگیرید، بنیاد اینه، یه مقایسه کنم. کانت، دکارت گفت می اندیشم پس هستم. ما در اندیشه های ببینید پوشیده در مد، نه فانتزی، نه رومانتیک، نه رمان، همش اینا رو به ما نسبت میدن، هر دم از این باب بری میرسه، یا رمان مینویسیم یا رومانتیکیم یا نمیدونم فانتزی یا اینا رو میدن. خب اینا هست، منتها خب پاسخ بالاخره داره. من الان باید عرض کنم که متنهایی هست مبتنی بر مدرک صحبت میکنیم، مبانی فکر خودمون رو داریم، الان بنده دارم مبانی فکر خودم مطرح میکنم، بدون مبنا که صحبت نمیکنیم. دید انتقادی هم خب ببینید اصلا این درسته، مثلا مطرح میفرمایید اصلا امکان داره یه نفر نقاد باشه راجع به همه چیز و راجع به خودش نقاد؟ اینجوری نیست، نقاد که کسی باشه این آخرش به درباره خودش هم در واقع نقادی خواهد کرد و داریم و داشتیم و میتونیم داشته باشیم، اگرم کم بوده از این به بعد با تذکرات استادان میتونیم بیشتر باشه، اصلا برای همین جلسه، برای همین هست. بنده از اون چه که مطرح کردم بزرگواران در واقع میخوام عرض کنم که جز احساس شعف در واقع هیچ چیزی در واقع واقعا چیزی دیگه هم ملاحظه نفر، مثلا بعد کلمه رمانی چیزی گفتم اصلا به هیچ عنوان مثلا یک نوعی ناراحتی اصلا نیست، یعنی واقعا وجود نداره. منتها خب ببینید مطرح میکنن، اساتید هستن، دارن پرسش میکنن، ما باید پاسخ بدیم. بنده الان دارم میگم که مثلا من فکرم فانتزی نیست، باید بنیاد بیان کنم، از من بنیاد میخوام، من بنیاد میخوام. می اندیشم پس هستم. دکارت گفت که من در همه چیز شک میکنم، ولی این خیلی محکمه، درسته؟ می اندیشم پس هستم. خب این حقیقتا تعدادی تصورات هست یا تصدیقات هست، نه؟ تصورات یه تک مفهوم، تصدیقات یعنی حکم، مثلا میگه من هستم، می اندیشم، هستم. تصور هم این که مثلا من، این میشه تصور، این تصدیق. از نظر سهروردی می اندیشم پس هستم سه تا اجنبی است، سه تا غریبه است. اصلا اینا ما اون چیزی رو که از خودمون میابیم خیلی عمیق‌تر از این داستان ها هست. میگیم علم حضوری، درسته؟
در فلسفه اسلامی نبودم، الان اجازه دارم بنده یک کلمه از فلسفه اسلامی عرض کنم؟ یعنی به این صورت، چون پنل فلسفه هست و در فلسفه هم به هر حال دیدگاه های مختلفی هست، ادهی مثلا فلسفه اسلامی رو انتخاب کردن، ادهی فلسفه غرب انتخاب کردن، که انشالله گفتگو صورت بگیر از این بعد ما گفتگوهای عمیق داشته. به هر حال به این شکل می اندیشم پس من هستم، اینا یا تصوره یا تصدیق، یعنی اینا در واقع به علم حصولی تعلق داره یا حضوری به علم حصولی داره. سهروردی بنیاد فلسفهش که عین بنیاد در واقع اون متونی هست که ما باش سرکار داریم، مثلا حکمت بزرگ مهر، حکمت جاماس، حکمت زردوش در گاهان، تا برسیم به شانکارا در هند، چون تفکر هندی و ایرانی با هم یه خیشاوندی هم دارن، ایرانی باستان و هند باستان ریشه مشترک دارن، خیلی با هم در واقع وفق خاصی دارن. خب بنده بنیاد رو دارم خدمتون میگم. ببینید فلسفه اشراق، لطف بفرمایید، این به یاری خدا کم کم به نظرم ما باید این مقدار صبور باشیم. 900 سال دعوت مینمون، حالا فکر کنید ما از سال گذشته گفتیم حکمت پهلوی یه سمیناری برگزار کرد، این حالا تا یک سال بنده شاید بی صبرم مثلا با سرعت که این مثلا چیز نمیشه، مثلا مورد امعان نظر اهل نظر به سرعت که قرار نمیگیره، زمان میبره، شاید باید تلاش بیشتری کنیم، اون متون بزرگمهر رو ارائه کنیم و متون زردشت رو بیش از پیش ارائه کنیم، که سعی کردیم ارائه کنیم اون کتاب بررسی لطائف رو با ویراست جدید و افزوده های فراوانی، من این رو دوباره در واقع به زودی انشالله به بازار ارائه خواهم کرد، منابع رو باید ارائه کنیم که شناخته بشه، چون تا وقتی که اون منابع ارائه نشده برای بزرگواران روشن نیست که ما از چی صحبت میکنیم. میگن این حکمت پهلوی شما اصلا نامفهومه، این یه چیزی مفهوم ناشناخته، یه مجهول مطلق اصلا این. خب حالا ببینید بنده در زمینه بنیاد حکمت پهلوی بر اساس هم شیخ اشراق و هم اوستا، این مسئله کمیه. ببینید شیخ اشراق گفت من حکمت ایرانی های باستان رو زنده ساختم، بنده الان خدمتون دارم میگم اون چه در اشراق با به اصطلاح تحلیل های ساختاری به دست میاریم که بنیاد فلسفه سهروردی چیست، بنیادش خودش میگه که ببینید عنائیت در زراب خانه فلسفی خودش این اصطلاح رو وضع کرده. به چه معنی عنائیت؟ همینی که امروز میگیم خداگاهی. عنائیت که با انانیت اشتباه نشه، یه بحثی هست میگن خودپرستی، خودبینی، انانیت با نون، اینجا عنائیت هست، با انانیت نباید اشتباه شه. عنائیت اصطلاح خاص شیخ اشراق. این به چه صورت؟ ببینید از طریق مقایسه با دکارت زود پی بردیم. دکارت از تصور و تصدیق صحبت کرد به عنوان بنیاد فلسفه خودش، چون هر فلسفه قبول دارید یک بنیادی داره، بالاخره فلسفه هگل بنیادش چیه؟ از منطق شروع که میکنه، میگه که بعد کنید در همون منطق دیالکتیکی، میگه که هستی، نیستی، بعد شدن، از اینجا شروع میکنه. اصلا از بیاید کنید از چطور ارسطو میگفت از فلسفه از موجود شروع میشه، در هگل هم از هستی شروع شد، بعد مقابلش آنتیتزش که این میشه مثلا تز هست، هستی، فارسیش چی گفتن؟ وضع مقابل، مثلا تز رو میگن وضع، آنتیتز وضع مقابل، بعد سنتز یک وضعیت مرکب و فرض کنید برتری پیش میاد که اون میشه شدن. در هگل این حرکت و شدن و سیرورت اهمیت داره، یعنی این. خب حالا ببینید منظورم اینه که هر فلسفه‌ای، خود کانت مثلا میشه جستجو کرد و بنیاد فلسفهش رو پیدا کرد، هایدگر میشه برای فلسفهش بنیاد پیدا کرد. چه چیزی هست بنیاد؟ حالا از آقای استاد عبدالکریمی ما باید سوال کنیم. بنده اجازه فرمایید هیچ وارد این داستان نشم، فلسفه غرب یه حوزه بخصوصی هست، استادان اون حوزه باید صحبت کنن، استاد عبدالکریمی و استاد در واقع جناب استاد ملکیان باید با من صحبت کنن. من اینجا در این قسمت های شرقی که حوزه کارمون بوده بخوام صحبت کنم، از زمینه که ما در واقع عنایت رو بنیاد حکمت پهلوی میدونیم، در متن‌ها نشان میدیم، الان در اوستا بنده نشان دادم، در کتاب گاهان نشون دادم این بنیاد چی هست. شیخ اشراق میگه که من حکمت ایرانی های باستان رو زنده کردم. خب بزرگوارانی که تاریخ فلسفه رو حضور ذهن دارن، الان استاد ملکیان شاید این سخنان حقیر رو بشنون،
میدونم که سهروردی چه تحولی در فلسفه اسلامی به وجود آورد. حالا بفرمایید چطوری به وجود آورد؟ با احیاء همون علم حضوری ذات به ذات یا خودآگاهی، یعنی همین عناییت اصلا فلسفه اسلامی رو منقلب کرد و همین مباحث علم حضوری تا الان در فلسفه اسلامی به یک معنی باقی مانده. حالا برون جای بحث هم هست، گفتیم که چه خوبه که فلاسفه‌ای که گرایش های مختلف دارن کمی با هم وارد بحث بشن، این خیلی خوبه در جامعه، مثلا این واقعا مفیده برای همه، مفید برای مثلا دانشجویان ما، مفیده برای پیشرفت فکر خود ما، مفیده. الان مطالبی که میفرمایند بکنی برای بنده چقدر سازنده است. هر پرسشی که مطرح میکنم واقعا برای بنده مثل بگم که آب گوارا مثلا است. یک ذره من تعبیرایی که به کار بردم، ولی میخوام تعبیرای چیزی نبود، مثلا تعبیرای ظریفی بود که خود بزرگوارا مثلا رمان فرمودن. خب ما مثلا جاویدان خردی ها مثلا، آخه ما رمان، آخه جناب استاد ملکیان، ما اصلا اهل رمان نیستیم، نمیخونیم. بنده هیچ رمانی در زندگیم باور میکنید نخوندم. البته این یه نقصان بزرگی، یکی فیلم ندیدیم. شاید من آخرین فیلمی که دیده باشم فیلم گاو داریوش مهرجویی باشه. کجاست چیزی که ما رشته کارمون آخه فرق داره. حالا عرض بنده اینه، ببینید بنیاد خدمتتون بود. داستان رستم و سهراب، الان چون وقت تنگ هست اجازه بفرمایید که بنده اون بنای بزرگی که شیخ اشراق بر پایه عنایت ساخت و دیگه خیلی واردش نشم. شیخ اشراق میگه که عنایت نور هست، نور بفرمایید فیزیکی یا متافیزیکی. عنایت نور متافیزیکی است، یعنی شما بفرمایید آیا بر خودتون آشکار هستید یا نه؟ هستید. آیا در واقع چیزهای دیگر بر شما آشکار هست یا نه؟ هست. هست، یعنی شما ظاهر هستید و مظهر هستید، خودتون پیدا و پیداگر پیدا کننده چیزهای دیگه هستید، بنابراین شما نور هستید، منتها نور در واقع متافیزیکی است. بعد شیخ اشراق یک فلسفهش یک قلق خاصی داره و اون اینه که میگه که وقتی خودتو پیدا کردی، یعنی متوجه شدی که شما خودت نور هستی، نور متافیزیکی هستی، این در از اینجا در مراتب بالاتر که در سخنان هر دو بزرگوار دیدیم که از آن بود به استاد ملکیان از ساحتهای دیگر وجود صحبت کردن، این نشانه وسعت دید هست. ببینید کل وجود رو کاهش بدیم به ماده و انرژی، این واقعا تنگ نظری هست، سخت کوتاه فکر نشون میده، اصلا دورش هم نیست. این بحث های ماتریالیستی شاید مال قرن 19 بوده، این که این به چه معنی مثلا معنی نداره. این خب مراحل بالاتر، ببینید شیخ اشراق میگه که اول شما خودتو خوب درک بکن، این شعار نیست، این تا گفته میشه خودآگاهی و خودشناسی فکر میکنن که مثلا این یک شعار میانتویی هست. بله برای دی ممکنه به صورت یک لغلغه زبان در اومد باشه، ولی کسانی که جدی تو این مقوله کار میکنن واقعا به مسمای این اسها توجه دارن، نه که بخوان فرض بفرمایید سعی دیگران حتی کلاه بذارن. خب در این جلسه مبارک مسائل مطرح شد، جاویدان خردی ها مثلا نوعی خودعه، مثلا فریب. حالا این فکر کنید ما هنوز داشتیم رمان توجیه میکردیم، این خودعه و مطلب فریب. خب اینا رو من حتما ان شاء الله در وقت خودش باید پاسخ بدم، چون سوال‌های جدی هستن و احتیاج داره به این که بنده اینها رو جدا جدا در جای خود، مثلا چون مطالبه این بود که شما اینها رو میگید، ایشون میفرمایند که من اصلا متوجه نمیشم اینها رو از کجا آورده ای. ایشون ببینید اون سوالی که تو روزنامه ها گاهی میگفتن آقا از کجا آورده ای، ایشون اینو الان دارن مطرح میکنن، مطالبه حقیه که از اشراقیون دارن. اجازه بفرمایید بگیم نو اشراقیون، این اسم مرحوم رنه گنون هم که بردن، این در واقع شیخ نو اشراق هست. ببینید شهاب الدین یحیی سهروردی، بعد از اون طرف ما عبدالواحد یحیی رو هم در واقع داریم. این یحیی در اسم دو بزرگوار اشاره به اون چیزی هست که ما تعبیر میکنیم میگیم احیاء مثلا حکمت، احیاء یعنی اینها در واقع شخصیت های احیاگر هستن. خوب این تعبیر شخصیت های در واقع مجدد هستن، اینا میخوان یک حقایقی رو که فراموش شده دوباره تذکار بدن به بشر، دوباره یاداوری کنن. مثلا شیخ اشراق حکمتایی رو که فراموش شده دوباره میخواد زنده کنه، دوباره مثلا اونها رو به همه معرفی کنه. یا مثلا رنه گنون در قرن 20 این کار بزرگ رو در واقع انجام داده کرد. خب حالا عرض من این هست که اگر این مطلب بنیادی رو مد نظر بگیریم که روی سخن من به هر دو بزرگوار هست، آقای دکتر عبدالکریمی ببینید شما میگید وجود وجود،
میدونید در زبان عربی وجود یعنی یافت اصلا معنی تحقق در زبان عربی اصلی نداشته. معنیش چیه؟ وجد، یجد و وجدان و وجود یعنی یافتن. خب این همونیه که ماها دنبالش هستیم. بکنید یعنی به عبارت دیگه در درون خیش ما دنبال همه چیز میگردیم. در حالی که پارمنیدس از چی صحبت میکنه؟ از تحقق عینی صحبت. دست بندر نگاه کنید. الان من اشاره دارم میکنم به جهان برون در حال اشاره. فلسفه صدرا رو به عنوان مثال بیارم با سهروردی بسنجیم در یک دقیقه. فلسفه ملا صدرا از اینجا شروع میشه که خیلی خوب جناب استاد علامه طباطبایی اون رو بیان کردن در آثار مختلف خودشون، از جمله اصول فلسفه و روش رئالیسم به این سبک بیان کردن در اونجا که ببینید شما بایستی اذعان کنید به اینکه چیزی هست، درسته؟ یعنی یک واقعیت مایی و شیء مایی بالاخره هست، به این شکل در بیرون از وجود ما یه چیزی هست. بعد میگن که اگر شما به این اذعان نکنید شما جزء سوفسطاییان خواهید بود. یعنی ما تهدید شدیم به این که جزء سوفسطاییان خواهید بود. بسیار خیلی میترسیم که مثلا جزء در زمره گورگیاس و پروتاگوراس قرار بگیریم. خب ببینید بعد اشاره میکنن، بعد مراحلی هست ملاحظه فرمودید در کتاب‌هاشون، هم از فرض بفرمایید که مثلا خود آثار صدرا، بعد سبزواری تا مرحوم علامه طباطبایی، مباحثی که مطرح میشه فرض کنید مفهوم وجود بدیهی هست، بعد اشتراک معنوی رو مطرح میکنن، بعد اصالت وجود رو اثبات میکنن، بعد از تشکیک وجود صحبت میکنن و بعد همینطوری قدم قدم جلو میرن تا این فلسفه اوج میگیره. تا کجا؟ تا اون سوی عرش اعلی که میگیم بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها، تا اونجاها شما بالا میرید. ولی از کجا شروع کردید؟ از اینکه در بیرون وجودتون، در بیرون خود شما، در بیرون ذات خودتون یه چیزی هست. در فلسفه سهروردی ما اصلا اشاره نمی کنیم به بیرون، از اینجا شروع نمی کنیم که یه چیزی هست. ما از کجا شروع می کنیم فلسفمون رو؟ مبنا اینه که به خودم من نگاه می کنم، دکارتی هم نیستم، یعنی عمیق‌تر از دکارت نگاه می‌کنم، چون علوم علم حصولی خودش در واقع متکی هست به علم حضوری، یعنی همون تصورات و تصدیقات. ببینید ما تصورات و تصدیقات رو داریم، تصوری از خودمون داریم، تصدیقاتی داریم، ولی اینها رو از یک علم بی‌واسطه‌ای گرفتیم، همین که خودمون رو می‌یابیم، هر یک از ما می‌یابیم خودمون رو و بعد می‌تونیم تعبیر کنیم بگیم من. به تعبیر شیخ رشتا میتونیم از اناییت، اناییت منصوب به انا هست یعنی من، میتونیم از خودمون تعبیر کنیم به من. خب این فلسفه خیلی گسترده است بحثش و دوستانی که علاقمند هستن آثار شیخ رشتا در دست میتونن در واقع از آثار ساده تر شروع کنن تا آثار پیشرفته تر و اون رو در واقع مطالعه کنن تا حکمت پهلوی رو به دست بیارن. ببینید با سوال مطرح کردن آیا حکمت اشراقی غیر از پهلویه؟ چون اینجوری میگن که حکمت ایرانیان باستان اون پهلوی، مال سهروردی اشراقی، اینا دو تا مثلا هستن. نه احیا، اگر مفهوم احیا رو فهمیده باشیم دیگه این دوگانگی رو ما نمیبینیم. حکمت ایرانیان باستان اشراقی است، حکمت شیخ اشراق هم پهلوی است. یعنی نگاه کنید دیگه از این تمایز شما دیگه عبور میکنید. خب اینا رو لطفاً مد نظر اینا دار بگیرید. ما یک بنیادی پیدا کردیم به نام، شما در هند اگر مد نظرتون هست اون مفهوم عظیم آتما رو نمیدونم و پراماتما رو مد نظر هست، به چه معنی؟ خود، خیشتن خیش. اینها برخلاف پارمنیدس یا هایدگر که از هستی صحبت میکنن، اینها رفتن سراغ مفهوم در واقع خیشتن خیش و ضمیری هم که شیخ اشراق خیلی روش تکیه کرده ضمیر اول شخص هست، نه انا، بینید انا رو تکیه کرده، نه انت و نه هو، اونها به جای خودشون، ولی اون که خیلی اهمیت داره در اناییت ضمیر اول شخص است. شیخ اشراق میگه که ببینید می اندیشم هو است، پس هو، ارگو ببینید کوگیتو ارگو سوم. این ببینید من الان دارم به اون بیان رو به امروز، به مثلا اونچه که امروز هست دارم تطبیق میدم. شیخ اشراق که آثار دکارت رو توفیق نداشته مطالعه بکنه، ببینید به این صورت هست، کوگیتو ارگو سوم، اینها چی هستن؟ اینها در واقع سه تا هو هستن. یعنی چی؟ یعنی غریبه هستن در نزد انا، در نزد من هر سه غریبه هستن. یعنی باید بگیم اینها بیگانه ها،
سه بیگانه. آشنا کدومه؟ آشنا عبارت هست از، ببینید همینی که شما از خودتون میابید، بی واسطه یافت، اینو مبنا قرار میدن. این در آثار باستانیمون هست، در کتاب‌های پهلوی که اگر فرصت میشد اینها رو بنده شواهدش رو میآوردم، در دین کرد، کتاب‌های سنگینی که در فلسفه نوشته شده، خصوصا دین کرد 3 و دین کرد 6، اینها ما نمونه‌های خیلی خوب داریم برای این مباحث و دوستانی که این با اون زبان‌ها و با اون فرهنگ زبان و فرهنگ آشنایی دارن بارها باشون مباحثه کردیم که مثلا در کدوم متون، در فرض بفرمایید که با چه عبارت‌هایی اینها بیان میشه، این مفاهیم بیان میشه. خب اجازه بفرمایید با این فرصت کم بنده به این شکل عرض کنم که بنیاد حکمت پهلوی رو بنده عرض کردم خدمتتون و اون عبارت هست از خودآگاهی. آیا این کم چیزی هست خودآگاهی؟ مثلا خب نه، نمیشه گفت کم چیزی. آیا میشه گفت بالاترین چیزی هست که وجود داره، حتی از هستی هم بالاتره؟ به نظر بنده اصلا این صحبت ها رو مطرح نداریم. یعنی بیایم بگیم هستی دومه، یا این مثلا آتما یا خود، یا همین که میگیم مثلا عناییت، مثلا این اصل و هستی مثلا دومه، این اول و دوم و اینها رو که مطرح کنیم بحثای خاص خودشو داره. اینا باید ببینیم تقدم با کدوم هست، اینا بحثای خاص خودشو داره، الان به بحث ما مرتبط نیست. فقط اون چه که هست اینه که پی میبریم به این که فلسفه میتونه در واقع هستی مدار باشه. البته در هایدگر ببینید به این شکل میشه که شما دیگه روی هستنده تکیه نمیکنید، اونجا خیلی اوج گرفته، مبنا رو میذاره خود هستی، بعد اینکه متعین محدود بخواد بشه و اینها، این میشه احتجاب هستی و استتار هستی. الان بحثایی که عرض کردم در واقع میتونه به سبک هایدگری هم از اون مثلا اوج اعلا، مثلا فرض کنید با تمرکز روی مثلا هستی در واقع مطرح بشه و میتونید هم حالت از اینجا شروع کنید، از هستنده شروع کنید، بعد مثلا استدلال کنید به وجود، بعد بفرمایید که به هست مطلق برسید. یعنی به شکل‌های مختلفی شما میتونید سیر رو از پایین به بالا در واقع سامان بدید، یا اینکه از همون اصل شروع کنید و بعد برسید به هستنده، به سبک اصطلاحاً مثلا روش صدیقین. اول نگاه اولمون به هستی هست، بعد هستنده رو در پرتو هستی می‌بینیم. یه شب نگاه هایدگر یه کمی شبیه اون چیزی هست که بهش میگیم نگاه صدیقین در حکمت و عرفان، در حکمت اسلامی. خب اجازه می‌فرمایید داستان رو رستم و سهراب عرض کنم و این بحث خودم رو در واقع دیگه خیلی طولانی نکنم و فرصت باشه برای پرسش و پاسخ ها. وقت در وقت پرسش و پاسخ، اون وقت اگر فرصت داشتم، بنده هم فرصت داشتم، به سوال های بنیادین در واقع دو استاد بزرگوار پاسخ خواهم داد. داستان رستم و سهراب به این شکل هست. ببینید رستم فرزندی داره به نام سهراب که درست مانند اوست، حتی اسب سهراب مانند اسب رستم است. این چه تعبیری بیاریم بگیم که شاید مثلا از به قول معروف اگه بخوایم بگیم المصنا مثلا هست. خب این به چه صورت مثلا پدر و پسر اینا دقیقاً عین هم هستن. داستانشو الان خیلی میخوام خدمتتون تعریف کنم به جهت اینکه خب احتمالاً حضور ذهن دارن همه بزرگواران، مثلا ضرورتی نداره بنده ابیات رو بخوام بخونم و فعلا لب مطلب رو میخوام عرض کنم. خب رستم به جهت ناشناخت و به جهت جهل فرزند خودش رو که درست، ببینید درست مانند خود هست و اصلا خودش هست، ببینید اصلا این نمونه مثلا عینی همون خودش هست، خوب که نگاه کنید در واقع خود دیگره در واقع رستم هست. خب در اثر ناشناخت و جهل فرزند خودش رو در واقع از کار در آورد، فرزند خودش رو کشت. این یک ظرافتی در داستان رستم با یک توأم با یک ظرافتی در داستان رستم و سهراب مطرح شده که ببینید شکاک‌ترین افراد هم نمیتونن در بار سمبولیک داستان و این که دلالت میکنه به یک معنایی که میگیم نمیدونیم، خب اینجوری میگیم، میگیم حتما یه معنایی داره ولی نمیدونیم، حالا میتونیم بدونیم. یعنی الان با توجه به دستاوردهای شیخ اشراق در احیا ما میتونیم بدونیم، چون داستان‌ها داستان‌های باستان هستن، شیخ اشراق هم احیا کرده در واقع فلسفه رو، اصلا احیا کرده، مبناشو احیا کرده و بعد بنایی رو بر اون مبنا ساخته.
یعنی طرح کرده، ساختن به معنی اختراع نیست، یعنی در واقع بر اساس اون مبنایی که یافته اون رو در واقع دوباره داره مطرح میکنه. در هر مرحله هم شما میتونید دعاوی شیخ اشراق رو با مدارک مو به مو بسنجید، هیچ ردخور پیدا نمی‌کنید. من یک ردخور که مثلا پیدا کنه اصلا پیدا نمی‌کنید. یه موفقیت کاملی هست بدون شک برای کسانی که به هر حال به این مقایسه دست زده باشن مشخص هست. خب حالا ببینید، رستم و سهراب گفتیم که اینها یکی هستن و رستم در واقع ببینید اون نکاتی که در داستان رستم و سهراب هست، یکی اینه که سهراب که تورانی بود احاطه شد توسط هومان و بارمان، چپ و راستشو گرفتن از طرف افراسیاب، یعنی قوای تاریک یکی چپ یکی راست آمدن احاطش کردن. دوره ندیده بود. آیا بفرمایید مربی داشت سهراب یا نه؟ نه. خب پرورشش با مادر بود، ولی آیا سایه پدر بر سرش بود و سایه مربی پدر یعنی زال و سایه مربی پدر یعنی سیمور بر سر سهراب بود؟ خیر، نه. ببینید در شاهنامه وقتی داستان سیاوش آغاز میشه، کدوم داستان تمام شده داستان سیاوش آغاز میشه؟ داستان رستم و سهراب تمام شده، داستان سیاوش آغاز میشه. یعنی رستم که بهش صدمه زد، به خودش ظلم کرد، ظلم تو نفسی یا ظلم نا انفسنا، بعد درس عبرتی گرفت که حالا که مثلا این شاهزاده ای هست همین سیاوش، این مبادا سرنوشت در واقع سهراب پیدا کنه، سرپرستی و یعنی تربیت او رو عهده‌دار شد و او رو به زابلستان برد که تا تربیت. حالا عرض بنده اینه، ببینید که یکی هومان و بارمان. خب بفرمایید این هومان و بارمان در طرفین سهراب که قرار میگیرن، آیا غیر از اینه؟ الان استادان رمزشناس و خوبی مثل استاد کوکیان الان در جلسه حضور دارن. آیا غیر از این انسان به فکر میفته که این طراحان قصه، اینا که دارن روایت میکنن از باستان این رو، مقصودشون چیه؟ این مثلا جوانی هست، ساده دلم هست، مربی هم نداشته، بعد از طرف افراسیاب که شیطانی هست، مظهر اهریمن هست، اومدن احاطش کردن از چپ و راست. خب اینا رو حکما مثلا زود میگن که قوایی هست، مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بگیم که مثلا قوه واهمه باشه، مثلا قوه متخمل. بنده وارد این بحث نمیشم، ببینید اون رو داریم به عهده مفسرینی که فکر کنن ببینن آیا واهمه است، متخیله است، خیال بافیه، نمیدونم هر چی میخواد اسمشو بذارید. افراز سهراب و وادار به خیال بافی کردن. چی گفت؟ زبان باز میکنه در شاهنامه، میگه که من میرم به جنگ ایرانی ها، بعد فرض بفرمایید که رستم رو میخوام بکنم پادشاه، مادرم رو هم بکنم به عنوان تعیین کنم به عنوان ملکه، چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد، یعنی خیال بافی های دراز. ببینید و خب اینو ببینید به این صورت هست. بعد غیر از اون این نکته رو مد نظر بگیرید، رستم در امکان این بود که سهراب رو بشناسه. چرا؟ چون زنده رزم دایی سهراب کنار دستش بود، تو مجالس کنار بود، مگه نبود زنده رزم؟ ولی رستم دایی سهراب رو که میدونید دایی سهراب که میشه برادر تهمینه، شناخت داشت از رستم، میتونست معرف باشه، ولی خود رستم با دستای خودش با یه ضربه زنده رزم رو از پا در آورد. باز آقای دکتر کوکن اگه حکما اینجا باشن میگن این چی بود؟ ببین از خودمون داریم به خودمون ستم میکنیم، اصلا اون وسیله شناخت رو از خودمون گرفتیم. ما دیگه ببینید دستمون خالیمون، از اینجا به بعد بین پدر و پسر دیگه هیچ امکان شناخت متقابل دیگه نیست، این از اون بیخبر، اون هم از این بیخبر. خب بعد همینطوری پیش میاد تا کجا؟ تا اونجایی که رستم در اثر همین ناشناخت که مولانا میگه آفتی نبود بتر از ناشناخت، از جهل و بیخبری در واقع آفتی بدتر وجود نداره. رستم میتونه مظهر در واقع نفس ناطقه باشه، که این نفس ناطقه در واقع چه کار میکنه؟ ببینید در اثر الان به زبان هندی ها بگیم چون خودشو نشناخت، یا به زبان فرهنگ اسلامی بگیم چون به معرفت و نفس دست نیافته بود، چون همه این فرهنگ ها
به وجوه مشترکی با هم دارند. حالا این رو باید بیشتر بنده توضیح بدم در بخش پرسش و پاسخ در باب اون چه که مطرح فرمودن جناب استاد ملکیان. خب عرض بنده رو ملاحظه فرمودید. ببینید به این شکل شد، شما با آشنایی با شیخ اشراق و وقوف به این که شیخ اشراق فرهنگ معنوی ایران و باستان رو جدن زنده کرده، موفق میشید که داستان رستم و سهراب رو به خوبی معنا کنید. آیا مفسران معاصر اونچه که میگن میتونیم نگه داریم؟ حقیقتش اینه که یه نمونه رو بگم، میگن رستم نمودار نسل قدیم، سهراب نمودار نسل جدید، شکاف نسل ها مثلا. خب میگیم که آقای مفسر محترم شما حرفتون خیلی زیباست، واقعا امروز زیباست، یعنی تو این فرهنگ امروز ما این شکاف وجود داره، دارن بیانش میکنن، ولی آیا شما مطمئنید که در زمانهای گذشته هم این شکاف نسل ها به این صورتی که امروز دیده میشه آیا اون زمان هم وجود داشته؟ نمیدونم شما ملاحظه فرمودید مثلا پیشوران سنت خودشون رو خیلی راحت منتقل میکردن به فرزندان خودشون، غیر از اینه در زمانهای گذشته اینطوری بوده، کسب و کارها مثلا موروثی منتقل میشد، اصلا اینقدر یعنی توافق بوده بین نسل ها. پس برای نگاه کنید این پاسخگو نیست. چند تا نظریه دیگه هم دادن به همین صورت، یک به یک به یک به یک میشه اینا رو نشون داد که جوابگو نیستن. خب مگر اینکه به اینجا برسیم، اصلا داستان رستم و سهراب مگه باید معنایی داشته باشه؟ خب خود فردوسی اون بیت ها رو استادان روز گذشته بارها خواندن که این داستان ها در واقع دروغ و افسانه نیست، بلکه خود فردوسی میگه که این به اصطلاح بر رمز معنا برد، از او هرچه اندر خورد با خرد دیگر بر راه رمز معنا برد. یعنی جنبه سمبولیک داستان ها رو خود در واقع گوینده این داستان، راوی داستان ها از همون اول به ما نشون میده. در همون آغاز شاهنامه میگه که مطالبی که در این کتاب آمده جنبه سمبولیک، به قول امروز مردم زبان امروزیمون میگیم جنبه سمبولیک داره، اون در شاهنامه آمده که بر راه رمز معنا برد. یعنی داستان ها در واقع بار تمثیلی دارن و باید با تفکر ما چکار کنیم به اون معنا پی ببریم. الان فلسفه، یعنی حکمت پهلوی که اصلا یک لفظ تو خالی نیست، ما رو مثلا قادر کرد، آشنایی با حکمت پهلوی ما رو قادر کرد که یکی از داستان های در واقع رستم رو بتونیم تا اندازه متوجه بشیم که چی هست. پیام داستان اینه، ببینید یه مقدار میتونیم بگیم که یه پیامی هست از مغان، از پیام دیرینه مغان هست، از طریق این داستان به ما منتقل میشه که وقتی ما خودمون رو نمیشناسیم دائم داریم به خودمون ظلم میکنیم. این تعبیر رو دیدید مثلا در مثلا تعبیرات فرهنگ خودمون ما اینو داریم که اذعان میکنیم، میگیم که ظلمنا انفسنا. در شیخ اشراق این تعبیر دائم تکرار میشه، در ابتدای کجا هست؟ در ابتدای هیاکل النور اذعان میکنه، میگه که ما به خودمون ستم کردیم. نه فقط شیخ اشراق، این اصلا در معارف اسلامی این کاملا موج میزنه، یعنی کاملا دیده میشه و موج میزنه، در همه آثار عرفانی و فلسفیمون غالبا دیده میشه. پای دکتر چقدر برنده وقت دارم؟ آیا تمام شده یا نه دیگه؟ مثلا اون 20 دقیقه که گفته بودیم الان بیشتر شده؟ پرسش و پاسخ میخواید؟ خب بسیار خب، از اینجا وارد بحث پرسش و پاسخ در واقع میشیم. خب آقای دکتر، پرسش های اساتید استادان رو میخواید اول مطرح کنید، بنده آخر پاسخ بدم، دیگه نیست؟ بله جناب آقای عبدالعلی اجازه دارید عجله داشتم، اگر میخوام الان بحث دارم، صحبت دارم، بله ناظر به برنامه شما الان مطرح، بله میخواد اگر بشون بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالکریمی. آقای دکتر عبدالکریمی و آقای استاد ملکیان در جلسه حاضر هستن، اگر که نکته ای هست که خواستن خدمت آقای دکتر عالی خانی بفرمایند، تونن میکروفونشون رو باز کنن و در این گفتگو شرکت کنن. سلام
بله آقای عبدالکریم، خواهش میکنم بفرمایید. الان میکروفون من بازه؟ بله بله، الان صداتون رو داریم. من سلام مجدد دارم، فقط خواستم این تذکر رو بدم که پرسش های من پرسش از آقای علی خانی نبود، پرسش هایی بود که در برابر ما و اهل تفکر و جامعه ما قرار داره و گفتم که آثار آقای دکتر علی خانی میتونه به ما در یافتن این پرسش ها کمک بکنه. یعنی پرسش های من روح انتقادی به آثار و تلاش های نظری آقای دکتر علی خانی نداشت، فقط این نکته رو خواستم تذکر بدم یه موقع سوء تفاهم نشده باشه. این پرسش پرسش های بود که هر اهل نظری در کشور ما که به این فرهنگ، به این کشور و به قوام تفکر در کشور ما میاندیشه باید به اون پرسش ها بیاندیشن. یعنی نمیشه در انقطاع از سنت در واقع تفکر در این کشور قوام بگیره و ما هنوز نتوانستیم تاریخ خودمون رو مفهوم سازی بکنیم، یعنی تاریخ مفهومی تفکر در کشور خودمون رو بیابیم، مقولاتی که باید دیکانستراک بشه، مقولاتی که باید به اصطلاح سست بشه بیابیم و کدوم مقولات رو برش تکیه بکنیم. من فقط این تذکر رو داشتم، وگرنه قصد پرسش انتقادی از آقای دکتر علی خانی رو نداشتم. سپاسگزارم. پرسش های استاد ملکیان رو که مطرح کردن، اگر بخوام عرض کنم به این پاسخش رو عرض کنم، به این صورت هست که راجع به جاویدان خرد در واقع و مبانیش پرسش میکنن که اون در واقع حکمت خالده اصلا مبناش چیه. میفرمایند که یک کلی هست، مثال خیلی مثلا برای مفهوم مقصود خودشون مثال روشنی زدن، یک کلی بافی کنیم بگیم که همه مردم کره زمین مثلا دارن به سر میبرن، یا بگیم نفس میکشن، یا بگیم که هستن. خب این که فرض هم یک کلی بافیه، در واقع واقعا کم مایه‌ای هست و بیفایده ای هست. آیا اون مبحث خمیره ازلی که مثلا شیخ اشتاق مطرح کرده، چون همین مفهوم حکمت خالده که خالده معادلش در اشراق هست به عنوان خمیره ازلی ابدی، خمیره حکمت که ازلی و ابدی است، این شیخ اشراق اینو به این شکل مطرح. حالا اجازه بفرمایید بنده از یک راهی وارد بشم، ممکنه نمیدونم مورد قبول ایشون باشه یا نباشه، بعد راه دیگری رو در پیش میگیرم. چون فرمودند وحی رو فل جمله از آن دارند، حالا بنده اینطور شنیدم، به نظرم اینطوری آمد، فرمودند که میتونیم یه منبعی به نام وحی رو در نظر بگیریم. خب در قرآن شریف از الدین القیم صحبت شده. الدین القیم ببینید یعنی یک دین واحد ساری و جاری در اعصار. یک بار از گریبان نوح سر برآورده، یک بار از گریبان حضرت ابراهیم سر برآورده، یک بار از گریبان سایر انبیا سر برآورده. این الدین القیم در واقع یک حقیقت گسترده‌ای هست، واحد هم هست. اصلا در قرآن تعبیر ادیان نیست، دین هست. یک دین واسب یعنی فراگیری هست و دین قیم هست. به چه معنی؟ یعنی پاینده در تمام ادوار، در واقع پاینده هست. خب ببینید اینا واقعا این تعابیر وجود داره، این آیا کلی بافی هست؟ آیا این مثلا خوده هست؟ اینا راستش ببینید خب سوال دارن میکنن، منظور ایشون چیز خاصی نیست. حالا پاسخ اینه که خیر، این با اون مثالی که میزنن اصلا از یک دست نیست. اگر کسی یه چنین کلی بافی بکنه که همه مردم دارن در واقع نفس میکشن، خب این ببینید این چه فایده علمی داره، این چه چیزیه، چه صحبتی هست، صحبت بیباری هست، این بار علمی نداره. مثل اون تقسیمات بسیار در واقع بیهوده‌ای که مثلا ما بگیم که
تمام عالم تقسیم میشه به اون چه که فضای این اتاق است و ماسوای این اتاق. این تقسیم اصلا چه فایده علمی داره؟ مطلب غلطی هم نیست ولی بیفایده است. الان جناب استاد این مسئله رو که مطرح میکنن، ببینید این مسئله عمیقی هست که ما در ابتدا هم به عمقش پی نمیبریم، نه بنده نه اونهایی هم که مطرح کردن، از ابتدا که به این نرسیدن، یک مراحلی رو در واقع طی بکنن که برسن به این که مثلا در قرآن آمده الدین القیم این چیست. مثلا چون اینا خیلی ملاحظه فرمودید با متون قدسی سر و کار دارن، مثلا جنون خیلی اونس داره با این متون. مثلا الدین القیم چند بار در قرآن شریف به کار رفته؟ 6 بار، حدوداً 6 بار یا 7 بار این حدود به کار رفته. در آیه سوره روم هست بعد از ذکر فطرت مطرح میشه که ذالک الدین القیم، بحث فطرت مطرح، و در چند مورد دیگه هست. خب اینجا ببینید اصلا این بحثا چرا باید مطرح بشه؟ اصلا خود او فریب و این با این سرعت، با این شتاب زدگی، یا بحث فرض بفرمایید که یک مقایسه میفرمایید با اون کلی بافی، اون کلی بافی رو که خب همه جاویدان خردی ها یک صدا یک چنین کلی بافی رو که شما میگید میگیرید مطرح میفرمایید، اون رو واجد ارزش در واقع علمی نمیدونن، واجد ارزش اصلا هیچ ارزش معرفتی برای اون قائل در واقع نیستن. خب این ببینید یک بخشی از مطالب به این شکل. بعد مثلا مطالب خیلی خوب استاد درباره تطور معانی الفاظ، شما میفرمایید هیچ توجهی به تطور الفاظ میفرمایند خب نداره. مثلا معنی عقل در طول دوران ها مثلا تطور پیدا کرده، خب میفرمایید توجه ندارن. خب به این شکل که واقعا نمیشه گفت توجه ندارن، توجه دارن. مثلا توجه میکنن که معنای کلامی گاهی پیدا میکنه در نزد متکلمین، یک لفظ گاهی میتونه معنای در واقع فلسفی داشته باشه، گاهی میتونه معنای عرفانی داشته باشه. اهل الحدیث یه برداشت دارن، مثلا هر کدوم از طوایف مثلا اسلامی از الفاظ میتونن برداشتای خودشون رو داشته باشن و این افراد وقوف هم دارن. این که وجه نظر تاریخی اونها صفر هست، مثلا تاریخ رو هیچ حس نکردن، لمس نکردن، خب اینها واقعا میخوام عرض کنم که به نظر میرسه اینطور نباشه. این که میفرمایید بیشتر میشه به تاریخ پرداخت، تذکر خوبی هست. یعنی الان شما که اینو میفرمایید بگیم خب حق مطلب ادا بشه. بنده عرضم اینه که آیا حضرت عالی در مورد شیخ اشراق هم اینطوری میبینید؟ شیخ اشراقی که این همه دقتای منطقی داره تو هر قسمتی، مثلا فرض بفرمایید که اصلا بی دقتی که شما مطرح میفرمایید در نزد شیخ اشراق دیده نمیشه، و الان هم یه مقدار مدار کلام اون اگه اجازه بفرمایید همین اشراق باشه، و اگر هم دیگران چیزی مطرح کرده باشن واقعا قابل نقد هم هست. در قرن 20 میفرمایید چیزای مطرح شده، خب اینا به نظرم باید دوباره فکر کنیم ببینیم که مثلا آیا مطالب مطلوب قابل دفاعی و قابل پذیرشی مثلا مطرح کردن که اونها روش فکر کنیم، مثلا بپذیریم. در این کتاب مثلا از گنون ممکنه مطالبی اومده باشه در کتاب رموز اشراقی شاه، ولی به این معنی نیست که تمام اون چه که در نوشته های گنون هست مثلا از نقد مسئول باشه. بنده این چنین چیزی هیچ وقت مطرح نکردم. ببین الان هم سخنگوی فرض بفرمایید که سنت گرایان قرن 20 راستش بنده الان به اون صورت، بنده الان همین کاری که داریم میکنیم مطالعات اشراقی رو دارم دنبال میکنم، یه کتابی راجع به شاهنامه منتشر کردم، اینو میتونم پاسخ بدم. در مورد جاویدان خردی ها باید عرض کنم مطالبشون میتونه حتما مفید هست، بنده خیلی خوندم اینها رو و منتها فکر نمی کنم که قابل نقد در واقع نباشه. ببینید جناب استاد ملکیان، بحث ادیان توحیدی رو که شما ادیان ابراهیمی رو اصطلاحاً که مطرح می کنیم، اینا رو به عنوان یک خوشه با هم حساب می کنیم به اضافه آیین مزدیسنا، چون اونها در واقع ملحق به اهل کتاب هستند. مزدیسنان اهل کتاب نیستند، ملحق به اهل کتاب هستند. یه حدیثی هم اینجا نقل میشه از حضرت رسول که سنو بهم سنت اهل کتاب، با آنها مانند اهل کتاب رفتار کن. این به این معنی نیست که اهل کتاب هم به اون معنای دقیقی که ما سراغ داریم، چون در قرآن دائم از تورات و از انجیل صحبت شده، بعد قرآن هم هست، این سه تا مطرح میشه. بعد اوستا و اون چیزی که ایرانیان باستان دارن در واقع ملحق به اهل کتاب میشه. خب این سه به اضافه یک، حالا با الهام بدور این چیزی تعبیرایی که در سیاست هست، 5 به علاوه یک. حالا ببینید شما یه 3 به علاوه یک اینجا در واقع دارید و این 3 به علاوه یک رو ما با هم نگاه میکنیم،
روش گنون رو مگه ملاحظه نفرمودید؟ سه به اضافه یک رو با هم ملاحظه. حالا ایشون راجع آیین مذهبی اصلا صحبت نکرده، ولی آیین مسیحیت، آیین یهودیت و آیین اسلام رو از این جهت که شریعت به قول ایشون در واقع بُعد شریعت و طریقت و حقیقت در این آیین ها متمایز هست، برخلاف هندوستان و چین و اینا که اصلا یه سنخ دیگری هست. گنون چقدر تکیه کرده در آثارش که اصلا اون یه سنخ دیگری هست. اینا رو همه رو یک کاسه کردن به سبکی که حالا بعضی در قرن 20 مثلا ممکنه انجام داده باشن، این الان راستش الان بنده از یه چنین چیزی مخلوط کردن همه اینها به هیچ عنوان نمیخوام دفاع کنم، ولی الان شما خودتون ملاحظه بفرمایید در مثلا خود وحی که جناب عالی فرمودید که تا حدودی در واقع به اون اذعان دارید، مطرح میشه که در واقع اهل کتاب میتونن روی یک اصولی با هم توافق کنن. تعالوا مثلا، بیایید، خطاب به اهل کتاب، بیایید بر سر کلمه توحید با هم در واقع یکی بشیم مثلا. خب اینا رو ببینید، یه وجه وحدت و وحدتی در میان اینها فل جمله هست. بنده اونی که کار کردم اینه که از این سه به اضافه یک میتونیم به جد دفاع کنیم. بحث‌های حکمت‌های شرقی هم قابل استفاده هستن، اونا به عنوان حکمت‌ها، بنده الان میگم ودانتا، بنده دارم ودانتا به عنوان حکمت میخونم، مثلا علم النفس اون رو دارم میخونم. مثلا در مورد آیین‌های چین هم باز به همین صورت هست، شما یه حکمت داویی دارید. پس بنابراین اساس اون سبکی که میفرمایید شاید به اون شکل اصلا قابل دفاع نباشه که در هم بر هم کردن همه چی، اون اصلا صحیح نیست، اون رو میذاریم کنار. ولی این حالا میفرمایید که این وحدت رو بخوایم الان در میانه مثلا حداقل سه دین کتابی در واقع قائل بشیم، یعنی سه دسته از اهل کتاب قائل بشیم، الان خب چه اشکال داره؟ ما روی اصول مشترک در واقع داریم کار میکنیم. این که همه ما خدا رو بپرستیم، مثلا فرض کنید که روحانیون رو یا علما رو اونطوری که در یهود دیده میشه و در مسیحیت دیده میشه، اینو اربابی به اصطلاح اربابن من دون الله مثلا قرار ندیم، چون این شرک میشه. مثلا ما احتیاج نیست به این شکل که بخوایم در واقع تکیه به مثلا فرض کنید واسطه‌ای بکنیم که به سبتی که ما رو در واقع از توحید بخواد مثلا جدا و کرده باشه. این بحثا به این شکل هست. یعنی بنده الان چیزی که بخوام عرض کنم خدمت شما اینه که قوه نقادی مثلا فرض بفرمایید که وجود داره در اشراقیون، نمیدونم جناب عالی که نگاه میکنی در آثار اشراقیون آیا قوه نقادی، آیا اینجوریه که قوه نقادی از خیششون ضعیفه؟ شما خب بفرمایید یه اثری نشون بدید که بنده پی ببرم که نقادی به قادر نیستن از خودشون نقادی کنن و همش از دیگران در واقع دارن نقادی. حتی در جاویدان خردی های قرن 20 الان مرحوم رنه گنون این طور حالتی رو نداره، ایشون دائما در واقع آماده هست برای اینکه در واقع از دلیل پیروی بکنه. شما شنیدی در فلسفه اسلامی ما فرزندان دلیل هستیم؟ مأخذ این سخن ذکر نمیشه، مأخذ این سخن تلویحات سهروردیه. فیلسوفان رده بعد از شیخ اشراق نقل میکنن، خب دیگه به مرور زمان دیگه مأخذ هم ذکر نشده و این واقعا متعلق به سو اشراقیون و حتی تا نو اشراقیون زمان ما قوه نقادی دارن، هم نسبت به اون چه که به اصطلاح از مکاتب دیگه مطابق با حقیقت نمی‌بینن و هم احیانا اون چیزی که از مثلا فرض کنید افکار خودشون رو میتونن دائم نقادی کرده باشن. البته خب یک نویسنده‌ای مثل گنون وقتی چیزی رو می‌نویسه این خود انتقادی و اینها این مراحل رو در واقع سپری کرده، بعد یک اون چه رو که از صافی نقد گذشته مثلا این رو داره ارائه میکنه. حالا یه عرض بنده تا اینجا بود، حالا استاد ملکیان اگر فرمایشی دارن امکانش هست. عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر عالی خانی. در باب همین قسمت فرمایشی که داشتن من چند تا سوال باز ازشون دارم. اولا که آقای دکتر عالی خانی اول باره که من میبینم که از جریان حکمت خالده ادیان شرقی رو گذاشتن کنار. این چیزیست که اولین بار من در ایشون میبینم. اون حکمت خالدهی که در آثار طرفداران حکمت خالده هست و در آثار خود آقای دکتر هم هست، هیچ وقت آیین بودا رو کنار نمیگذاشت، آیین هندو رو کنار نمیگذاشت، میگفت اون حکمت خالده
همه این ادیان را و همه این حکمت ها را و همه این فلسفه ها را شامل میشه. اما حالا من میخوام بگم که بسیار خوب. فرض میکنیم که شما بر اثر استبصار جدیدی که پیدا کرده اید اومدید گفتید نه، ما باید ادیان ابراهیمی رو فقط مشمول سخن خودمون بدونیم به اضافه ایران باستان و دیگه آیین بودا و آیین داو و آیین هندو و اینا رو از شمول سخن خودتون بیرون گذاشتید. اگرچه کم عجیبه برای من، ولی با این همه رو فرض میکنیم. خب اگر اینجوری من از شما میپرسم که این حکمت ازلی و ابدی، اگر ازلی و ابدی، پس چرا تو چین پیدا نمیشه؟ چرا تو ژاپن پس پیدا نمیشه؟ شما خودتون الان استثناء کردید، گفتید تو چین نمیگیم، تو ژاپن نمیگیم، تو هند نمیگیم. خب اگر این حکمت جاودانه حکمتی است که به گفته شما یک خمیرمایه ازلی و ابدیه، پس چرا این خمیرمایه ازلی و ابدی فقط در خاورمیانه پیدا شد، در هندوستان و در چین و در ژاپن که آیین‌های مثل آیین شینتو، آیین بودا، آیین کنفوسیوس، آیین هندو با همه مکاتب مختلفش، پس این ازلی و ابدی بودنش به چیه؟ انگار ازلی و ابدی بودنش فقط زمانی شد ولی مطلقا مکانی نشد، چون فقط مکانش اختصاص پیدا کرد به ادیانی که در خاورمیانه تقریبا و در فلات قاره ایران پدید اومدن. پس این که نشد حکمت خالده بودنش پس به چیه؟ بنابراین اول چیزی که میخوام بگم اینه که اولین بار من میبینم شما ادیان شرقی رو بیرون بردید از شمول سخنتون. این نکته اول. نکته دومی که خب حالا فرض میکنیم از شمول بردید بیرون، وقت در برابر این سوال چی جواب میگید که پس حکمت خالده حکمتی شد که فقط در این ادیان هست؟ ادیان شرقی پس از حکمت خالده محرومن؟ این چه خلودیه و این چه ازلی و ابدی بودنیه که شامل حال چین و هند و ژاپن و آسیای جنوب شرقی آسیا و اینها نمیشه؟ اما نکته بعدی میخوام بگم، حالا باز از اینم میگذرم، این دین قویم که شما میگید به توحید قائله یا به تثلیث؟ بفرمایید. این دین قویم به توحید، اینجاست که اون کلیت که من میگفتم به کار میاد. شما میگید که ملکیان حرف از توحید و تثلیث نزن، ورای تثلیث اونا به معاد جسمانی قائله یا معاد روحانی قائله؟ اینجا باز میگید که به معاد قائله. اینه که من اون کلیت که میگفتم اینجا رو داشتم میگفتم. این دین قویم رو من میخوام سه تا از آموزهاش اسم ببرید. شما سه تا از آموزه های این دین قویم رو اسم ببرید، منتها این سه تا باید چنان باشه که در اسلام و یهودیت و مسیحیت و ایران باستان وجود داشته باشه. باید با این شرط بفرمایید سه تا از این آموزه ها رو اسم ببرید که اینا مال دین قویم هست. بسیار خوب. خب جناب استاد راجع به سه تا آموزه میفرمایند، حالا مشخص فرمودن سه تا. استاد نمیشه بنده بیشتر الان، خب بعد میگه حالا سه تا مثلا عرض میکنم. بیشتر بفرمایید. به این صورت است که سه تا بخوایم نام ببریم، در رأس همه توحید هست. یعنی حضرت موسی و عیسی موحد بودن، حضرت رسول بودن، بعد در دوره های بعد پیروان ممکنه مثلا حتی در اسلام مجسمه پیدا شدن، مثلا افکار انحرافی هم پیدا. این هیچ ربطی به در واقع اون اصل اون دین به هر حال نداره جناب استاد. مثلا توحید رو که میگیم، گفتیم که دعوت اینه که قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. خیلی خوب، توحید مثلا. خب اشکال داره این خب. الان مسئله دعوت اشکال نداره ده. اما اگر این دین قویم توحیدیه، پس این قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این پس داره رد مسیحیت میکنه، مسیحیتی که جزء دین قویم بود به نظر شما. پس این همه آیات که در تخته مسیحیته و در تخت عادت یهود ید الله مغلوله، همین یهودی که دین قویم به نظر شما شامل حال اونا میشه، اونا میگفتن ید الله مغلوله، اما قرآن در جوابش که قلت ایدیه اینا رو پس یعنی میگم یه چیزی دارید درست میکنی که خود متون گواه بر این نیستن. خب بالاخره این دین قویم چرا پس میگفته ید الله مغلوله؟ مگه دین قویم نبوده؟ اما ید الله مغلوله میگفته. توجه میکنید اونی که میگفت عزیر ابن الله هم جزء دین قویم بود، اون که میگفت مسیح ابن الله اونم جزء دین قویم بود،
ولی قرآن داره با همین دین های به اصطلاح شما قوی مبارزه میکنه. نه مبارزه نه، با چی داره میکنه؟ قیم اصطلاح قرآنیش الدین القیم. بله بله از دین قیم. بله دین قیم، قرآن با دین قیم مبارزه نکرده. ببینید در دین قیم معاد با تمام ابعادش در واقع مورد اذعان هست. اذعان میکنیم به این که معاد هست با همه ابعاد. ما به توحید با همه ابعادش، یعنی یعنی هم معاد که میفرمایید یعنی هم جسمانی هم روحانی، یا فقط جسمانی یا فقط روحانی؟ اگر احیانا در میان فرق مسیحی کلامی، مسیحی و یهودی یا حتی اسلامی گروهایی باشن که افکار دیگه ای داشته باشن، مثلا در اسلام یک فرقه هایی پیدا شدن از تناسخ صحبت کردن یا از ممکن معاد روحانی فقط صحبت کرده باشن، خب اونها از جاده مستقیم در واقع فاصله گرفتن، از دین قیم در واقع فاصله گرفتن، چون دین قیم معاد رو در دو بعد مطرح میکنه، هم جسمانی و هم روحانی. دین قیم کجای قرآن معاد روحانی هست؟ معاد روحانی قال من یحیی العظام و هی رمیم قالت یحییها الذی انشأها اول مرتین و هو بکل خیر بکل شیء علیم. اگر اسلام اگر معادش معاد روحانی بود، وقتی یک کسی مدی استخوان پودر شده به رسول الله نشون میداد و میگفت که چی اینو زنده میکنه، وقت رسول الله میگفت اصلا بحث جسم نیست، معاد روحانیه. ولی به جای اینکه بگه معاد روحانیه گفته بله قول یحیی الذی انشأها اول مرتین و هو بکل خلق علیم. کجا معاد جسمانیه؟ کجا معاد روحانیه؟ خب اگه معاد روحانی که پیغمبر بعد گفت چه استخوان آورده به من نشون میده، من که نمیگم اجازه میفرمایید کجای قرآن؟ خب ما در سوره فجر میخوانیم ارجعی یا آیت و نفس مطمئنه ارجعی، یعنی اصلا میدونید دلالت میکنه برای اینکه نفس در یک موطنی بوده دیگه، چون ببینید اگر نبودیم نمیگن برگرد، من در مصر نبودن نمیگن به من برگرد به مصر، رجوع به مصر برای کسیه که در مصر بوده. بسیار خب الان شما اینو میتونید جسم هم میتونیم بگیم در نزد مبدأ باری تعالی حضور داشته. خب آخه مگه فقط باید روح در محضر خدا باشه؟ جسم هم میتونه در محضر خدا باشه. مجرد و مجرد مثلا در مورد حق میگیم که خب اینا مباحث قواعد فلسفه که استحضار کافی داری دیگه، مثلا راجع به حق صحبت میکنیم میگیم مجرد از ماده است. الان حضور مادی نداره، اما آیا نه حق مجرد از ماده است، اما آیا اجسام در محضر حق هستن یا نه؟ اجسام هم مثل ارواح در محضر حق. علم حق شامل همه چیز هست. پس نمیشه از اینکه ارجعی الی رب که راضیتن مرضیه، نمیشه روح رو نتیجه گرفت. چرا؟ چون اگر ما به فرض فقط جسمم میبودیم بازم ما در نزد خدا بودیم، از نزد خدا آمده بودیم و بازم میشد بگیم به نزد خدا باز میکردیم. قرازم تو مجادله تو چیز نیستا، قرازم اینه که شما اول یه دین قویم درست میکنیم، بعد هر کسی که از این عدول کرد میگه خب تو دیگه رفتی از دین قویم بیرون، پس کون دین قویم که شما درست کرد؟ در قرآن در شش بار بنده درست کردم، ببین شش بار در قرآن از دین القیم هست، یعنی میدونم عرض میکنم میگم دین قیم مراد اون نیست که شما میگید، من که نمیگم در قرآن از دین القیم نیمده، من میگم شما گفتید از دین القیم یعنی دین خالد یعنی حکمت خالده، من میگم نه از دین القیم قرآن به معنای حکمت خالده و دین جاودانه نیست.